دوستان عزیز با سلام به شما، امیدوارم لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. حتما شما هم شنیدید که میگن چه فکرها که کردیم و چه ها شد و جوکهای زیادی در این مورد هست. حالا چرا من اینو استفاده میکنم؟ دلیلش اینه که ما امروز فکر کردیم هم با آقای دکتر کاظم افشارها خواهیم بود و هم در برنامه بعد قسمت دوم آقای ضیا مصطفی‌زاده از هلند با آقای سعیدی از کالیفرنیا تماس میگیرن و برنامه خوبی رو و جالبی رو به شما به اصطلاح ارائه میدن. برای من خیلی جالبه که ما یه چیزای خیلی ساده ای رو نه یاد میگیریم نه اگرم بلدیم اجرا میکنیم. مثلا این برنامه جمعه خب متعلق با آقای ضیا مصطفی‌زاده بوده، بعد چون آقای کاظم افشارا گفتن روزای دیگه کار میکنم فقط وقت جمعه وقت دارن، من از آقای مصطفی‌زاده خواهش کردم، ایشون هم لطف کرد، قبول کردن، ممنون، متشکرم. بعد با آقای افشارا که گفتم، ایشون گفت من باید یه سفر برم و میرم سفر رو میام بعدم، گفتیم باشه، تا اون موقع برنامه آقای مصطفی‌زاده ردیف تر میشه، مهموناشون یا برنامه اصلیشون، و ببینیم کجای کاری. ولی سراغ آقای سعیدی میام. آقای سعیدی، آقای مصطفی‌زاده همین برنامه رو، همین منتظر من باش تا میام رو برای منم اجرا کرد. حالا جالبه، اون موقع حتی پول برنامه رو پرداخت کرده بود به من، ولی بازم هم میگفت این هفته میام، هفته دیگه میام، این هفته رفتم دکتر، هفته آینده میام. حالا بذارید من اینو بردارم، ببخشید یکی از نوشته ها اینجا، بله این نوشته هست که ما نوشتیم شما هم میتونید مهمون برنامه ما باشید و اینها، میاد گهگاهی این زیر. دوستان رو فیسبوک نمیبینن ولی روی مردم تیوی میبینن، روی یوتیوب هم بعد میبینن. دوستان عزیز اگه مایل باشید با ما تماس بگیرید، از لحاظ تلفن و تکست 202-695-2573، این شماره مال واشنگتن. اگه ایمیل بخواد بفرستید با ایمیل info@mardomtv.com. باز یه تلفن دیگه داریم 703-957-6150 که الان دیدید اینجا رفت فعلا، اون میتونید تماس بگیرید. با فیسبوک میتونید تماس بگیرید، یعنی از هر طریقی که شما بگید، از طریق تلگرام میتونید تماس بگیرید مردم تیوی. ما این امکان رو گذاشتیم ولی گهگاهی هم حقیقت خسته میشیم. مثلا آقای مصطفی‌زاده کار خوبی کرد، گفت آقا من فقط با ایمیل، دلیلش اینه که اونی هم که حتی ما رو از فیسبوک میبینه خب اینترنت و ایمیل داره، با ایمیل با ما تماس بگیره، که ای من یه قسمت اینجا یه قسمت اونجا، بعد نفهمم یکی تلفن زده، یکی پیام فرستاده، یکی تکس فرستاده، یکی اون اوکی. ولی باز خودمون دلمون طاقت نمیاره. وقتی میگم خودمون، خودم دلم طاقت نمیاره وقتی یه نفر مثل پیام یه پیامی میفرسته، مثل پیام یه پیامی میفرسته. اینو برای آقای مصطفی‌زاده میفرستم و بعد حقیقتش هم دردسر برای ایشون میشه، هم دردسر برای خودم میشه، چون آقای مصطفی‌زاده رو فیسبوک نیست یا نداره، هرچی آزاده. بعد به من مینویسه، من باید برای اون بفرستم، بعد من میگم آقا این دو سه روز پیش بوده، حتی الان دیگه یک هفته پیش بوده، اجازه بدید روز دوشنبه اگه میخواین یا روز جمعه تو برنامه‌تون بگید. بعد ایشون میگه که چون تو برنامه خودم بوده اینجوری بوده. اصلا یه سوال و جوابایی پیش میاد که واقعا به جز سردرد، به جز تلف کردن وقت هیچ فایده ای نداره. البته ناگفته نماند، حالا ما اگر این سردردا و این ایمیلا و این پیاما نباشه میخوایم چه کار کنیم؟ با تنبون بشینیم جلوی کامپیوتر، از توی اتاقمون دسیسه های ایران رو برملا کنیم، خبرهای نمیدونم راهپیمایی 3 میلیونی مردم رو بگیم، از اون ور خودمون میگیم که مردم چون رفسنجانی دولت به اصطلاح کنارش زده بود، یا حکومت، دولت نه، حکومت کنار زده بود، این شده بود عزیز مردم، مردم آمدن اینجوری. بعد آقای پرچی‌زاده می‌نویسه نه آقا 2-3 میلیون نفرم نبودن، 200-300 هزار نفر بودن، به زورم آورده بودنشون. آقا ما تو ایران بودیم، والا من دبیر هنرستانم بودم، خیلی از مردم بله از ترس میگفتن بریم نماز جمعه، یه وقت گزارش نکنن که ما نرفتیم. و
ولی من هیچ وقت ندیدم یک کسی بیاد به ما بگه باید بیای نماز جمعه. به خودتون دروغ نگید، چون به خودتون دروغ گفتید 38 سال موندید دارید درجا میزنید. آقای پرچیزاده، شما آدم جوانی هستی، محقق هستی، ژورنالیست هستی، به خودت دروغ نگو عزیز من. گفتی ساندویچ میدن، گفتی چلو کباب میدن، گفتی میدن، خب شما هم بدید. شما با آقای دکتر لاریجانی برنامه میذارید تو کانادا، میایم میشینید در راجع به گذشته آینده اپوزیسیون صحبت کنیم، آقا این پولا رو بدید چلو کباب بدید مردم. و مردمی که چلو کباب میاردشون یه جایی، مردمی که ساندیس میبردشون یه جایی، شما با این مردم میخوان چه کار کنید؟ شما این مردم رو واقعا دوست داری؟ دوستان عزیز، جمعه هست 13 ژانویه و من تا همین الان خبر ندارم که آقای مصطفی زاده با تلفن با من تماس میگیرند یا با اسکایپ. دلیلش هم اینه که من برایشون توضیح دادم و چقدر خوبه که اینا پیش آمده قبلا، بدونی که ما بخوایم دسیسه ای کنیم. خود ایشون مهمون برنامه آقای دکتر کاظم افشارها بودن و صدای ایشون رو آقای افشارها نمیشنید. دلیلش هم اینه که آقای افشارها با اسکایپ وضع شده بود اینجا، ایشون تلفن که میزد اسکایپ یه کاری میکنه برای که صدا دور نزنه، مثل سی بی یک طرفه است. وقتی که مثلا یه نفر داره حرف میزنه دیگه میکروفون از این وری میکروفونش خاموشه، اون که صحبت میکنه یادتونه بیا دیدید این توی ارتش بود، توی سی بی کامیونا، توی ماشینا، توی پلیس هست، اینجوری میگیره صحبت میکنه، وقتی میگیره دیگه اون طرف صحبت نمیاد. ازشون سوال کردم که اگه شما میخواید مهمونی داشته باشید، شما باید ترتیب وصل مهمون رو به اون محل خودتون بدید. اگر از خونه هستید، اگر از محل کارتون هستید، باید تلفنی داشته باشید که اسپیکر داشته باشه، یا تلفن دستیتون رو روی اسپیکر بذارید. و من اصلا هیچ کاره هستم. من با کمال تعجب دیدم آقای سعیدی برای من یه عکسی فرستاده بدون اینم که بنویسه قرار است من در برنامه آقای ضیاء مصطفی‌زاده باشم. گفتم لابد دوباره میخواد برنامه شروع کنه، سال 2017 شده، گفته سال 2017 ایران آزاد میکنه. برایش نوشتم این عکس که برای من فرستادی تو دوربین نگاه نمیکنی، این بار تو دوربین نگاه کن. دوستان وقتی با تلفناتون عکس میگیرید به صفحه نگاه نکنید، سوراخ دعا که میگن، سوراخ دوربین رو نگاه کنید، یه سوراخ کوچولو هست، به اون که نگاه کنید، عکس که میگیرید انگار که دارید به مردم نگاه میکنید. ولی وقتی به صفحه نگاه میکنید و این سوراخ اینوره، همه فکر میکنن که شما داری یه طرف دیگه نگاه میکنید. خلاصه ایشون هم تشکر کرد و برای من یه عکس دیگه فرستاد. بعد آقای مصطفی زاده به من گفت آقای سعیدی مهمان منه. گفتم آها، پس به خاطر این عکس فرستاد. بعد آقای سعیدی با من تماس گرفته، پیام گذاشته آقای سوربی من نمیتونم بیام، پوزش میخوام، به آقای ضیاء مصطفی زاده هم خبر میدم. خبر داده یا نه از آقای مصطفی زاده بعدن میپرسیم، ولی من از شما یه سوالی میکنم. ببینید آقای، اینجا یه چلو کبابی، آقای مصطفی زاده گفته که مثلا من جمعه ها 10 تا چلو کباب از شما میخرم، اگه دوستان آمدن میام اینجا میشینیم میخوریم 10 تا چلو کباب رو، اگه نیامدن یکیشو میخورم 9 تاشو میبرم میدم تو خیابون به مردم. اتفاقی آقای مصطفی زاده من دیدم نه فقط به ایرانیا، به هلندی هم کمک میکنه، بی خانمانا رو میاره تو خونه خودش جا میده، از این بابت هم کلی ضرر کرده، کلی چیزاشو دزدیدن اینا. خب آقای مصطفی زاده با سوربی که چلو کبابی داره قرارداد بسته، هفته تا هفته جمعه 10 تا چلو کباب. فکرشو بکنید چقدر مسخره است که آقای سعیدی زنگ میزنه به من میگه آقای سوربی من قرار بوده با آقای مصطفی زاده بیام اونجا چلو کباب بخورم، حالا نمیام. خب نه به من چه؟ بابا تو ارتش یادمه اگر شما به جایی که بری به سرگروهبانت بگی، به جایی که بری به فرمانده گردان بگی، میرفتی مستقیما یه دفعه به اون سرهنگی میگفتی که مسئول تیپ بود، مسئول هنگ بود، همون اولین کاری که میکرد شما رو جریمه میکرد که شما چین آف کماند یا سلسله مراتب رو رعایت نکردید. کی ما میخوایم اینو یاد بگیریم که آقا ایشون دعوتت کرده، حالا یا میخواسته بیای خونش
یا مخواسته برات چلو کبابی. وظیفه شماست، ادب، احترام. اون به شما دستور میده که با آقای مصطفی آزاده زنگ بزنی، ازش تشکر کنی که دعوتت کرد، ازش عذرخواهی کنی که به این دلیل به این دلیل نمیتونم بیام، من آقا 2 ماه منتظر دکتر بودم، دکتر گفته جا نداریم، ولی حالا یه نفر مرده از مریضا و جای اون رو به من داده، گفته بیا و من برنامه بهتون گفتم، برنامه‌های تلویزیونی دوستان آخرین کاری است که طرف انجام میده. از خودتون سوال کنید. یه وقت شده که بچه‌تون وایساده باشه در مدرسه منتظر و شما بشینید تلویزیون نگاه کنید؟ اگه همچین اتفاقی افتاده باشه شما چه پدر و مادر بدی هستین؟ دولت باید بیاد بچه‌تون رو بگیره بده به پرورشگاه اونا بزرگش کنن. هیچ وقت شده نوبت دکتر دندون داشته باشید نشسته باشید تلویزیون نگاه کنید؟ ممکنه یادتون رفته باشه، ولی اینی که مثلا بگی حالا من ساعت 10 برنامه فلانی سربیه و نوبت دکترم دارم، ولی برنامه سربی مهمتره. دروغ نگیم به خودمون. در صورت کاری که آقای سعیدی انجام داده به نظر من اصلا کار درستی نبوده. حالا امیدوارم تماس گرفته باشه با آقای ضیا مصطفی زاده و به ایشون گفته باشه. در صورت شاهد رفسن تفسیرهای زیرشلواری و ماجرای دسیسه و اینها هستیم. حتی دیگه آش چقدر شوره که آقای مهدی رفسنجانی هم که در زندان تشریف داشتن مرخصی گرفتن آمدن تشییع جنازه پدرشون و گفتن که پدر من رو سمخور کردن و این باید کالبد شکافی کنه. آقا ماشاءالله شکم به این گندگی 10 تا چاقوی پزشکی کن میشه تا این کالبد این رو باز کنه. و اما یکی از دوستان سوال کرده از من که سلام خدمت استاد ارجمند، دوستان تو رو خدا این کلمه استاد رو همینجوری استفاده نکنید برای همه. استاد کیه؟ بابا استادی یک اینجا پرسیجر میگن، یک پروسه تو ایران هم میگیم پروسه، یه پروسه یه مرحله‌ای داره، طرف بره نمیدونم لیسانس بگیره، بعد بره پی اچ دی بگیره، بعد بره دکترا بگیره، بعد بره پروفسور بشه، بعد بره فلان بشه، بعد که شد اسکالر یک دانشگاهی، اینو تو فارسی میگیم استاد دانشگاه. چپ و راست به هم دیگه میگیم استاد. وقتی 4 بار به یکی گفتی استاد، بعد دیگه این خری رو که بردی بالای بام نمیتونی بیاری پایین. آقا من استاد نیستم. خیام به اون خیامیش گفت شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار خود هنوز استاد نیم. ما که حالا تو کار خودمون هم نیستیم، هر کدومون داریم تو یک کار دیگه‌ای برای خودمون هم اینجوری میچرخیم. در هر صورت آقا یک سوالی داشتم، بفرمایید. شما از لاتاری آمریکا خبری دارید؟ هر کی من میشناختم تا امسال هر کسی شرکت کرده در این قرکشی با همون لاتاری برده. آقا خبر دارم، خیلی ها رو میبینم برنده شدن. بیچارا زندگی خوب نمیخوام بگم، زندگی که عادت کرده بودن باهاش، خونه ای داشتن، خونه باباشون بوده، باغ دوستی میرفتن خوش میگذروندن، عرقی میخوردن، کنسرتی میخواستن برن پم شدن میرفتن دبی، پم شدن میرفتن ترکیه. آقا این لاتاری اومد قبول شده، تمام همش فروخته آمده اینجا. زنش فوری میگه خب اومدم آمریکا دیگه، مثلا اگه من معلم مدرسه بودم اینجا نمیتونم، میرم آرایشگری، دوستای دیگه هم میبرنش سر کار. مرده میاد اینجا افسرده میشه، آقا من مهندس ساختمون بودم، من سرهنگ ارتش بودم، حالا برم اینجا گاری هول بدم برای 8 دلار؟ نه آقا وای میسم، حتما ایران پیروز میشن، آمریکا میره میزنه، من برمیگردم ایران. خانم میره روز تو روز کار میکنه، روزی 8 ساعت کار میکنه، 8 تا 10 دلار 80 دلار میاره. آقا هی نشسته خونه پولا رو میخوره، خانم یواش یواش نق میزنه. خب نشستی تو خونه این ظرفای کثیف که ول، یه خوراکی هم درست نکردی، من هم برم کار کنم هم بیارم بپزم، دعوا شروع میشه، طلاق میگیرم. آقا تو ایران زن دار، زنش براش خوراک درست میکرد، این مرد خونه بود، آمد اینجا شد ذلیل. خانم هم میگه آقا خانم آقا من برم کار کنم بیام بدم به این، بلند میشه میره یه دوستی پیدا میکنه، یا اصلا میگه ولم کن این چیه، من ای باید بکشمش این برمه. بله دیدم، ولی معمولا اینجوریه. شما همه کسایی رو میبینی که قبول شدن. من خودم خیلی ها رو سراغ دارم تو دوستا فامیلامون، سالهاست دارن این لاتاری رو، حتی برای بعضی هاشون خودم اینجا پر میکنم، پا
پر میکنن، همش هم میگه آقا همه برنده شدن ما برنده نشدیم. در صورت خبرش رو اینترنت هست، یه وبسایتیه، شما میری و طبق قانون آمریکا سالی چند هزار نفر، بستگی به یه شرایط خاصی داره، مثلا یه وقت سهمیه ایران میبرن بالا، یه وقت میبرن پایین، لاتاری یا همون قرعه کشی میدن. و من حقیقتش هر کیو میشناسم خوشبختی توش ندیدم. خیلی هم میان اینجا، بعد که حالا برنده شده خانم اینجا وای میسه، آقای هی میره ایران، هی بر میگرده. دیگه خودمون به خودمون دروغ نگیم، هم ما میدونیم وقتی خانم اینجا وای میسه آقای هی میره و میاد چه اتفاقی تو ایران داره میفته، هم اینجا چه اتفاقی میفته. خلاصه مواظب باشید دوستان. آمریکایی‌ها یه مثالی دارن، میگه که be careful what you wish for، مواظب باش آرزوی چه چیزی رو کردی. نزدیکترین داستانی که به این میشه آورد و مثال زد اون داستانی بود که طرف آرزو کرد ای کاش که من طلا داشته باشم و ای کاش به هر چی دست میزنم طلا بشه. آرزوش برآورده شد، دست زد به لیوان طلاش، خواست آب بخوره دید طلاش، بچهش دوید اومد سراغش دست زد به بچهش طلاش، اومد نون بخوره طلاش. خب این طلا رو چه خاکی بر سرت میکنی؟ دیگه مثالی از این بهتر نیست. فکر کن قرعه کشی لاتاری آمریکا اون ضرب المثلیه که شما از بیپولی آرزو کردی طلا داشته باشی و دست به هر چیز میزنی طلا میشه. میخوای اینجوری باشه؟ برو بنویس ثبت نام کن. من نمیخوام. والا بلا بارها گفتم خیلی از ماها که آمدیم حقیقتا اون ماجرای داستان صمد آقا بود، گفت نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم. آقا بنده میبینم دوستای من تو ایران 10 سال بازنشست شدن، ما اینجا فقط نشستمون باز شده، خونهشونو دارن، ویلاشونو دارن، سفر ترکیهشون دارن، سفر نمیدونم کجا این کشور دیگه اون وقتا میرفتن، تایلندشونو دارن. من و شما هم تو آمریکا کار میکنیم، وقتی میخواییم بریم یه هفته وکیشن، یه هفته قبلش اضافه کار میکنیم، پدر خودمون رو در میاریم، وقتی هم برمیاردیم 3 هفته بعدش داریم هنوز جریمه اون یه هفتهی که نبودیم میدادیم. بعد اینجا رو میگن آمریکا سرزمین فرصتها، land of opportunities، و اونجا رو میگن ایران جهنم روی زمین. اوکی. و اما آقای حسن ارشاد ساعت 4 بعد از ظهر 113مین برنامه خودشون رو به شما تقدیم میکنن. حالا اینقدر ما نق میزنیم ببینیم این دوستون چه نوشته. ای قربون زبون صلبی جان، حرفت کاملا درسته. امید جان یک کمی از دلخورم با این روش برخوردت با این دوستانی که روی چیز بودن، بگو روی برنامه کانون آوا بودن. به همین خاطر برای که هم شما یکم کام داون بشی، کام داون یعنی خون سردی تو حفظ کنی، و هم ما هم روز جمعه هست بیایم بریم سراغ این به اصطلاح خوشی و شادی و شما رو در خوشی و شادی خودمون سهیم و شریک کنیم، میریم یه ویدیویی رو که اینو داداشم برای من فرستاده و به من گفته که اینو میشناسی؟ گفتم والا نه، اتفاقا این خانه شبیه عمه منه و حالا بهتون نشون میدم دوستان. البته من عمه هم همشون بند خداها فوت شدن و این خانم با از این عصا نه، با این واکر تو یک سالن تو یک فروشگاهی لابد میشناسنش، خواننده است. بعد داداشم نوشته که این گویا یه خواننده کازرونی است که توی کافه دشت ارژنگ، دشت ارژنگ یه جای خیلی قشنگ و باصفایی هست، کنگرماسای معروفی داره، برادر شاه هم میمد اونجا دور تا دور رو میبستن که ایشون بره اونجا شیر شکار کنه. بشنویم با هم این بانو رو از ایران که اینو من برای آقای خسرو بهرامی نشون بدم، همون جوری که اینا تصویر فرستادن. ببین آقای خسرو بهرامی، اگر دوربین رو سربالایی بگیری، دوربین نه، تلفنت رو، اینجوری میشه. وقتی ما اینجا نشون میدیم دو طرفش سیاه میشه. بشنویم با هم این بانوی عزیز
رو امیدواریم که سالهای سال زنده باشه، صداش گرم باشه و تا اونجایی که خبر دارم عمه من در کافه دشت ارژنگ خوانندگی نمی کرده. حالا ببینیم که این، ولی شبیه عمه من هست واقعا. من نخونم بهتره. یه جایی یه مجلسی بود، ما خوندیم و خب یه کمی هم ویکند بود و یه دوتا مشروب خورده بودم اینا، یه دوستی که خیلی ما شوخی میکنه گفت سوربی خیلی قشنگ خوندی واقعا. ما گفتیم خیلی ممنون، شما لطف دارید و اینها. نمیشناختیم، عجب پدرسوخته ای این دوست ما. گفت باید بنان را از خاک بیرون کن بیارن و تو رو بذارن جاش. حالا ماجرای این دوستمون به نظر میرسه که داره با کاراوکی میخونه و کاراوکی اولایی که اومده بود تو ایران و اینها همین سیستم آمپلیفایری هست که شما از این ور صدا رو میدی اون ور میتونن تنظیم کنن. و ببخشید اینو میگم، میگن در مثل مناقشه نیست، منظورم این بانوی عزیز نیست، ولی میگفتن که از این ور اگر الاغ ار کنه، اگه شما بلد باشید دستگاه ها رو تنظیم کنی، از اون ور صدای آقای اکبر گلپایگانی میاد. آقای اکبر گلپایگانی جدیدن یه کنسرتی گذاشته بوده در سن 80 سالگی یا 80 چند سالگی و گفته که من هنوز هم میتونم بخونم. بله، ممنون از شما به خاطر کمکتون و اگر شما بودید من نمیتونستم حرفامو بزنم. بله، آقای وحید محمدی رو ما داشتیم امروز دوستان. اگه این برنامه کانون آوا رو ندیدید، یکی دو ساعت دیگه هم روی بایگانی میاد. امروز با آقای عیسی آزاده بودیم و با آقای علی وحید محمدی و ببینید حتما این چیزی رو که این بنده خداها رفتن. اجازه بدید دوستان، چون اینجا آقای اردوان روزبه هست، من بهش تبریک بگم. رفته موهاشو از ته تراشیده، همینجا جا داره با آقای داریوش قشقایی همشهری عزیزم، ولی ایشون تهران بزرگ شده، به اونم تبریک بگم که به خاطر دختر گل آقای اردوان روزبه که الان خیلی جوونه و درگیر با سرطان هست و میدونید سرطان وقتی شیمی درمان یا کیموتراپی میکنن موهای بدن میریزه، موهای سر میریزه و خیلی ها هستن موهاشونو بلند میکنن. حتی ابی این کار کرد، بعد مو رو میدن کمک هدیه میدن، درست میگن هدیه میکنن به یه سازمانی، اونا کلاگیس درست میکنن برای این جوونا، برای این بچه ها. ولی بعضی کارها که خیلی مهمه اینی که فامیل و دوستان میان سر خودشون رو میتراشن که اون طرف یک معلمی هم توی مدرسه ایران این کار کرده بود که به اونم صد تا درود و آفرین میگیم. این کلمه درود های علکی برای هم دیگه استفاده نکنید، اینجا داره درود بر اون معلمی که چون دانش آموزش سرطان داشته و حالا موهاش که کوتاه میشه یا نداره ناراحت میشه، میاد این موهای خودش هم میتراشه، بچه های دیگه هم به پیروی از اون میرن همه کارا رو میکنن. والا دیروز اردوان داشتم فکر میکردم که منم موهامو به خاطر دختر گل شما از ته بزنم، ولی هوا سرده خیلی، میدونی دیگه ما شیرازی هستیم خیلی تنبلی. حالا یه کم دارم با خودم چلنج کنم، ولی به شما تبریک میگم به عنوان پدر. آخه پدرم میدونید این کلمه پدر و آمریکایی‌ها حرف قشنگی میزنن، میگن همه میتونن بچه پس بندازن، ولی پدر بودن بابا بودن کار هر کس نیست و اردوان ثابت کرد که پدر هست و پدر خوبی هست.
ممنونم ازش، ممنونم از دوست خوبمون صدای دوستی، رادیو دوستی چیه آقای قشقایی، و ایشون هم این کار رو کرده. و اون روز دیدم یه شنبه با کلا داره این ور اون ور میره، گفتم خب لابد اونم مثل من کم شده، گفته بابا بزنمش دیگه، پول سلمونی و آرایشگاه ندم، خودم هر دو سه روز یه بار تیغ بکشم. ولی بعد که این برنامه رو دیدم فهمیدم که در رابطه با دختر آقای اردوان روزبه بوده و امیدوارم به زودی با اردوان یه مصاحبه داشته باشم. دو بار یا یه بار مهمون من بوده، بکنم دو بار داشته باشم، و توی اون برنامه خبر خوش به اصطلاح سلامتی دخترش رو از این ماجرای سرطان. باورتون میشه بشر رفته کره ما، داریم زور میزنیم بریم کره مریخ که چی؟ آقا همین جایی که هستی هنوز مرض ایدز، هنوز سکته قلبی، هنوز سرطان داره آدمها رو مثل برگ خزان میریزه پایین، سرماخوردگی، من خودم باور کنید امروز صبح نمیتونستم نفس بکشم، سرماخوردگی، هنوز ما داروشو پیدا نکردیم، اینقدر هی به خودمون میبالیم. یه کمدیانی از آقای علیرضایی نمیدونم چه یه ویدیوی قشنگی درست کرده، میگه خدا ما رو آفرید، بعدم گفت چی میگم این دیگه بهترین مخلوق من بود. آقا این چه بهترین مخلوقی بود که تو ما 124,000 تا پیغمبر تا حالا فرستادی که این مخلوقت رو آدم کنه و هنوز نتونسته. آقا اگه سیب میکاشتی، هندونه سیب، درخت سیب میکاشتی، هندونه میکاشتی، تا الان یاد گرفته بودی که آقا هندونه آفتاب میخواد، سیب نمیدونم سایه میخواد، یه هرچی بلد نیستم من. ولی این چه خداییست؟ در هر صورت اینم از این دعوت از بینندگان و اون برنامه چهارشنبه من رو اگه ندیدید حتما برید ببینید که اسم یا تایتلش رو گذاشتم گر تو بهتر میزنی بستان بزن. هیچ به هیچ منظور رو کم کنی نبود که من آقای سعید امیدی رو دعوت کردم، میخواستم واقعا ببینم اون ور چه خبره، چون ما نشستیم این ور، حالا اگه میگیم این ور اون ور، من این ور جلوی دوربینم، شما اون طرف جلوی کامپیوتر جلوی تلویزیون نشستید ما رو میبینید، ما میخوام ببینیم اون ور چی میگذره تو سر امید، تو سر شهریار، تو سر شما، تو سر آقای سعید امیدی که طلبکار میشیم. آقا طرف 30 سال رفته جوانیشو تلف کرده، حالا اومده میگه من عمرم رو تلف کردم. سازمان مجاهدین توهین، تهدید، هر تهمت، شما بهش توهین میکنی؟ آخه نکن بی انصاف، شما دوست من هستی، دوست خوب من هستی. این آقای شهریار یغمایی من فکر میکردم انسان شریفیه. آقا چرا اینجوری هستیم؟ چرا به دلیل اینکه نشستیم اونجا و میدونیم سوربی نمیتونه دستش رو از داخل کامپیوتر بیاره بیرون و ما رو خفه کنه، هر چی دلمون خواست به این میگیم. آقا شما اگه منو ببینی توی فروشگاه، حالا نمیخوام بگم من قولم، جرأت میکنی یه حرف بالا و پایین بزنی؟ خب ببخشید من یه کشته بزنم گوشی شما رفتی خوردی به اون دیوار، حالا شما دو تا تو سری به من میزنی یا شما گنده تر از من میزنی، ولی آخه این چیه که بهمون اجازه میده چون نیستش حالا من میتونم بنویسم؟ ای کاش میتونستیم این کامنت های فیسبوک هم مثل کامنت های یوتیوب و اینها اصلا ببندیم، خودمون راحت کنیم. آقا نخواستیم آزادی، بیاین پس بگیریم این آزادی که به ما دادی. آقای آمریکایی مایک زوکر سامتینگ، فامیلش هم شکریه، بیا پس بگیر. نخواستیم آقا، ما لیاقت نداریم، ما نمیتونیم استفاده کنیم. گفت مرحمت فرموده ما را مس کنید، من که سربم، ما را همونجور آقا سرب ول کن، نخواستیم ما طلا بشیم. خب برنامه چهارشنبه را حتما برید ببینید. بله این علامت اوکی زدن، میدونید که فیسبوک وقتی درست شد شما اگه یک کسی مینوشت من مادرم مرده، شما براش اینجوری میفرستید. حالا منم به شوخی بعضی ها میگم این بلاغ ایرانیه یا موفق باشید آمریکاییه چیه. بعد اومدن دیدن آقا نمیشه شما برای همه نوشته ها، اونی که غمگینی، اونی که خوشحالی، اونی که عصبانی میشی، اونی که نمیدونم ناراحت میشی، یه بلاغ فقط بزنیم، یه اوکی بزنیم. آمده گذاشته، قلب گذاشته، خنده گذاشته، گریه گذاشته، عصبانیت گذاشته، عشق گذاشته.
ما برای دوستمون پیام میفرستیم اینجوری میکنم. میگم آقا پیام شنیدی؟ میگه نه لینکش باز نشد. میگم آقا نباید بیلاخ بفرستی، باید بگی این لینک باز نمیشه. تا من اگه برای 20 تای دیگه هم فرستادم از اونام بپرسم شما اشکالی پیدا کردید؟ آقا این آقای سهراب چمنارا میگم بهتون وقتی کار مهندسی باشه، والا بلا منظورم به مهندس نیست، حالا چون ایشون هم مهندس برقه ما بخوایم بهش کردیت بدیم، منظورم اینه که یاد میگیره. اون سلسله مراتب فقط تو ارتش نیست، توی اشکال رسم فنی برق و نقشه کشی و اینا هم هست. شما بدونی که کلید برقی باشه، بدونی که جنراتوری باشه، میتونید با خودکار مدار رو امتحان کنید. بله این آمد از فیوز رفت توی این کلید، این ور حالا بازه، آمد توی چراغ، از چراغ رفت به منفی، این اگه وصل بشه روشن میشه. هیچی روشن نمیشه، مغز شما روشن بوده تونسته اینو دنبال کنه. آقای چمنارا فوری برای من نوشت که سوربی این فرمتی که فرستادی باز نمیشه. و چقدر قشنگتر نوشت شاید کامپیوتر من این فرمت رو باز نمیکنه، حالا مثلا من با یه کامپیوتر دیگه هم آزمایش کنم. من فوری فهمیدم چیه، این حجمش بیشتر از 25 مگابایت بوده، فیسبوک نفرستاد. فوری رفتم حجمش رو آوردم پایین، کردم 89 مگابایت، فرستادم. دوستان تو رو خدا اینجوری اینجوری نفرستی. طرف میگه بابام مرده. آقا عروسی خواهرمه، بابام مرده، عروسی خواهرته، تبریک میگم. نامزد ترامپ برای CIA، نه که نامزد زندگیشا، چون این ترامپ اینقدر زن گرفته و زن طلاق داده و خیانت کرده به زنهای قبلیش، آدم دیگه حال نمیدونه چیه. تازگی هم که ماجرای بعد از اون ماجرای صدای آدیوی صحبتاش که در رابطه با چجوری فلان جای زنا رو میگیره و تاچ میکنه و چون قدرت داره هیچ که بهش هیچی نمیگه، تازگی یه ویدیوی گویا راشا یا مامورا ازش گرفتن که ایشون وقتی رفته اونجا توی اون هتل یا توی هر جایی بوده که اوباما هم بوده، یه چند تا از این زنای تنفروش و فاحشه را استخدام کردن. و یه چیزی هست اینجا به نام بهش میگن گولدن شاور، والا من تا دیروز نمیدونستم، دیروز رفتم روی گوگل زدم گولدن شاور یعنی چیه. میگه اینا وقتی که یک کسی میخواد مثلا یک کسی رو بیاره پایین پول میده، یا چند نفر میان اونجا جیش میکنن. حالا شاور، شاور یعنی دوش، آب حمام هم میگه شاور. چند نفر روی اون مثلا رخت خواب اوباما یا اتاقی که بوده جیش کردن، این شده گلدن شاور. و اینم طبق معمول گفت دروغ محض، اصلا همچین چیزی نیست. و جالب اینه این پدرسوخته انقدر دروغ میگه، فوری گفت شما که میدونید من جرموفوبیک هستم. جرموفوبیک اینایی هست که ما میگیم وسواسیه، مثلا طرف دوست منه وقتی میاد اینجا تا مشروبشو میذاره زمین اینجوری یه کاغذ میذاره روش میرو میاد. حتی جوک گفتن، گو یه نفر یه کاغذ نوشت گذاشت رو مشروبش، نوشت من تو این توف انداختم، طرف آمد حالا یا خورد یا زیرش نوشت که منم انداختم. حالا دیگه شما چیکار میکنیم؟ در هر صورت تا توف ننداختن ما بخوریم. گفتم بهتون قرار بود ساعت 2 تا 3 با آقای دکتر کاظم افشارا باشیم. ممنونم از آقای مصطفی زاده که این یه ساعت رو به اصطلاح درست قبول کردم ما باشیم. قرار بود، قرار هست هنوزم 3 تا 4 با آقای مصطفی زاده و سعیدی باشیم. من نمیدونم، سعیدی به چلو کباب زنگ زده که من یه دفعه تصمیم گرفتم مثلا ویجیتریان بشم. نمیدونم حالا به صاحب خونه، به اون مهموندار زنگ زده یا نه. ساعت 3 خواهیم دید و فهمید. و اما بریم سراغ کنسرت فردا شب که توی این منطقه خودمون هست و آقای ندیمی، بذارید من ببینم که این را اگر باز کنم، بله ندیمی کنسرت و بله اینجاست. ببین آقای خسرو بهرامی، این عکس هم باز با تلفن گرفته شده و تلفن رو عمودی نگه داشته. اگر افقی میگرفتن، البته خب پوسترم اینجوری ساخته شده، ولی اگر افقی میگرفتن میتونستن 2 تا عکس اینجوری بگیرن. ببینید
یکی دیگه هم من پایین ترش براتون میگیرم، یکی دیگه هم از اینجا تمام صفحه اون وقت پر میشه. حالا اینا اصلا توی آمریکا بهش میگن ورتیکال سیندروم، و توضیح سیندروم هم آقای یزدان خداوندلو تو برنامه‌اش داده. در صورت برگردیم به کنسرت فردا شب ساعت 8 شب در سالن خوب بزرگ جادار نووا نوردن ویرجینیا کامیونیتی کالج این برنامه هست، و اینا رو من تو این منطقه تا کنون آشنا باهاشون نبودم. علی آقای دکتر علیرضا آنالویی رو میشناسم که ضرب میگیره خیلی قشنگ و خوب، ولی این آقای ندیمی همسرشون دوستان دیگر رو نمیشناسم، و به احتمال 99% سعی میکنم که من هم اونجا باشم. بلیتاش 40 دلاره و ای کاش به آقای آرمان شهبازی گفته بودم اگر دوستان از تلویزیون مردم زنگ بزنن شما حاضری تخفیف بدی، یادم میره. در صورت اینم اینجوری یک حسنی پیدا میکنه که وقتی یه نفر آگهی میده ما بعد بفهمم. که یادم چندین سال پیش یک فروشگاه ایرانی چیز کرده بود، آگهی داده بود، بعد یه مدت گفت نه آقای سوربی آگهی ما رو بردارید. گفتم چرا؟ گفت هیچ کس از تلویزیون مردم نمیاد. گفتم از تلویزیون مردم که خود من میام خرید میکنم، پس این تلویزیون مردم. گفت نه منظورم بیننده های شما. گفتم شما هر کی میاد اینجا خرید میکنه ازش سوال میکنید شما تو روزنامه ما رو دیدید تو فلان تلویزیون، اونا اگه بیان صحبت کنن که دوستانم کم لطفن، مگر دیدید حتی تو تلویزیون های آمریکایی اینجوریه، میگه شما اگه میخوای پنجره های خونت رو عوض کنی زنگ که زدی اگه بگی آگهی این تعویض پنجره ها رو از رادیوی مثلا فلان شنیدید ما 50 دلار بهتون تخفیف میدیم، اون وقت اون طرف میفهمه. ما همه که همین بهتون دیدیم برنامه دعوت کردن آقای مصطفی زاده بنده خدا از سعیدی، کارهای تلویزیونی هم اینه، اینه که تلویزیون ها شما یکی یکی بزن هیچی نه تبلیغی نه خبری، بعد طرف مجبور میشه تور ایران بذاره، بلا فاصله تا تور ایران میذاره طرف برای من میگه آقا دیدی بهت گفتم این خانم سیمین تهرانی مزدور جمهوری اسلامی. میگم آقا کجاش مزدوره؟ برای که تور گذاشته با یک کسی که اونجا تور ایران دارن همکاری میکنن این مزدوره؟ آقا خانم نکنی اون کسی که فراش تو ایران، اون کسی که دبیره، اون کسی که تو اداره برقه، اون کسی که تو اداره گازه، اون کسی که پلیسه، اون کسی که ارتشیه، اون بیچارهایی هم که پاسدار هستن اینا مزدور و خائن نیستن. هر کسی بر حسب احتیاجش بر حسب علاقش رفته به یک کاری مشغول شده، و اینا اگه همه ول کنن بشینن که کشور دیگه کشور نیست، کشوری که 38 سال با این همه آقایون زیرتنبونی خارج و نمیدونم جنبش و فلان اینا نه یه متر مربع از ایرانو گذاشت کسی دیگه بگیره، تازه حالا دستم دراز کرده عراق رو داره میگیره، یمن رو داره میگیره، سوریه رو داره میگیره. نمیخوام بگم آخونده کار درستی میکنن، آخونده بهتر بود که همون ایرانی که داشتیم، همون گربه ملوسی که داشتیم همون رو نگه میداشتید، مردمتون رو سیر نگه میداشتید. اتفاقا آقای یزدانی یه چیز قشنگی در رابطه با سیر بودن مردم فرستاده، اینو براتون میخونم یا همینجوری تعریف میکنم. میگن که به 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 سرهنگ فرهومندم از رادیو کیان ایران. دوستان رادیو کیان ایران برنامه هاشو ما روزی 2 ساعت یا 3 ساعت پخش میکردیم، ایشون گفت توی ایام تعطیلات و اینها یه مقداری هم دارن تغییرات میدن، فعلا پخش نکنید و امیدواریم دوباره به قول خودشون ایشون گفته بود پیام گذاشته بود که بیا با هم بیعت کنیم. آقا ما با شما بیعت کردیم دیگه، کسی که یه بار بیعت کرده جدا که نشدیم، که دوست هستیم. حالا یه مدتی همدیگر رو ندیدیم، حالا دوباره اگه خواستید این کار رو انجام بدیم. رادیو کیان ایران از سوئد روزانه 10 ساعت خود آقای فرهومند برنامه داره، برنامه های دیگه ای هم هست، حالا اگه بتونیم بیشتر با هم همکاری میکنیم. و من بعد از ساعت 4 که برنامه زنده تموم میشه و برنامه آقای حسن ارشاد که به صورت ویدیوی از قبل ضبط شده هست پخش میشه، با آقای کیومرس فرهومند هم تماس میگیرم، اگه تا اون موقع دیر نباشه توی سوئد
نه احیانا میشه 10 شب، ایشون 3 صبح برنامه اجرا میکنه. خب نامزد ترامپ برای CIA کسی رو که معرفی کرده که این بشه رئیس CIA گفته آقا این ایرانی ها خیلی دروغ میگن. من کلی خندیدم. همون موقع یه نفر نوشته بود کوروش گفته خدایا این ایرانی ها رو از دروغ و بلا و خوشسالی و اینا، گفتم ای ما اون موقع هم دروغ میگفتیم. من آقا فکر کردم همچین که این عربای پدر سوخته آمدن شمشیر کشیدن، ما از ترس جونمون گفتیم نه آقا مسلمونیم، این اولین دروغ زندگی ما بود. و بعدش هم گفتیم چه خوبه، دروغ که میگیم دیگه کشته نمیشیم. هی دروغ گفتیم، هی دروغ گفتیم، هی دروغ گفتیم. بعد دیدم نه آقا این دوستان میگن ما از زمان زرتشت و هخامنش هم همین گلی که بودیم هستیم. جوکشو شنیدید دیگه، طرف بهش زنگ میزنه میگه آقا چی کار میکنی؟ میگه هیچی، دارم رانندگی میکنم. میگه ای بابا هر کی رفت آمریکا شد دکتر مهندس، میاد تو تلویزیون مینویسه دکتر فلانی، تو هنوز داری رانندگی میکنی؟ گفت بله، هر کی اومد اینجا یه گویی شد، من همون آقایی که بودم هستم، من همون آقای رانندگی که بودم هستم. درصد اینم از این. آقای یزدانی نوشته بود که عموش، یا یه نوشته یکی دیگر رو برشته بود گذاشته بود، اینم مثل اینها آقای یزدانی وقتی یه نوشته دیگر رو میذاری، مثلا ممکنه عموی شما خدای نکرده فوت شده باشه، ولی اون نوشته عموی من برام داستان تعریف کرده، ایشون هم گذاشته. منم حالا میگم دوست خوبم آقای فرزاد یزدانی که قبلا تو تلویزیون مردم برنامه داشتن، میدونید دوستان میرن دنبال کار زندگیشون، میگن آقا ولمون کن، برای کی؟ برای این مردم، برای شهریار یغمایی، برای امید غلامی. حالا اینا دوستای خوبمونن، تازه اون بداشی که ما هم اول بلاکش کردیم رفته. میگه که یه دادگاهی بود و قاضی به اون طرفی که دستگیر کرده بودن آورده بودن دیده بوده که دادگاه اینجا روزی 100 نفر رو میشینن یکی یکی صدا میزنه، حسن علی، حسین علی، سوروی، این طرف بلند میشه میگه گناهکاری یا بیگناه. اگه گفت بیگناهی میگه حالا بشین تا پدرت در بیاد. اگه گفت گناهکارم میگه خب بهش انقدر جریمه بدید بره. گناهکارا رو زودتر به کارشون میرسن. فکر کنم خدا هم روز قیامت دادگاه اینجوری، تا گفتید گناهکارم میندازت توی جهنم. اگه گفتی آقا من نمیدونم، تو منو آفریدی، من میخوام با تو صحبت کنم ببینم چه گناهی من کردم، هر کاری من کردم تو خبر داشتی، تو هم شریمی که جرم می میگی، این پدر سوخته بشینه اینجا تا به جلو من آبروی من جلو مردم نبرد. قاضی به این آقا میگه که شما دزدی کردی. چی دزدیدی؟ میگه آقا من گرسنه‌ام بوده، کارمون از دست دادم، شرکتمون رو بستن بردن مکزیک، گرسنه‌ام بوده رفتم یه نون دزدیدم، حالا منو گرفتن. میگه که من قاضی هستم، با وجودی که میفهمم وضع تو رو و حق رو به تو میدم، ولی طبق قانون باید $10 جریمت کنم، ولی چون میدونم تا اگه $10 داشتی نون نمیدزدیدی، این $10 جریمت رو میدم که حالا دیگه به خاطر عدم پرداخت جریمه نری زندان. خیلی از این قاضی ها چپ و راست مردم میندازن زندان. باورتون میشه قاضی آمریکا از زندان انداختن من و شما، از زندان انداختن بچه های من و شما ایشون کامیشن میگیره؟ بیچاره شاه تو ایران انقدر بهش نق میزدیم که از خرید اسلحه و نمیدونم تیمسار توفانیان اینا کمیسیون میگیره. آقا قانون آمریکا به این سرسختی، به این فلانی، قاضیه بچه شما بچه من اگه انداخت زندان، اون صاحب زندان، زندانا خصوصیه. میگه به یه مشتری معرفی کرده این $500، تا زمانی هم که این اینجا باشه ما ماهی $100 میدیم. این قاضی آدم بوده، میگه آقا $10 جریمته و من میدونم اگه جریمه رو ندی باید بری زندان، این $10 رو برای شما میذارم. اونایی که نشسته بودن توی دادگاه دست میزنن برای یه قاضی با انصاف. ای قاضی با انصاف، میگه که صبر کنید، شماها هم گناهکارید و شماها هر کدومتون $10 بدید. این مسئول دادگاه، این پلیس هست، وای میسه میفرسه نفری $10، 48 نفر تو اون دادگاه بودن، $480 جمع میکنه میده دست این دزد، میگه اینو بگیر برو دزدی نکن، امیدوارم یه کاری هم پیدا کن. بعد آقای یزدانی زیرش اضافه کرده که به طبق نوشته فلانی اگر توی کشوری گدا هست، اگر توی کشوری گرسنه‌ای میخوابه سرز به اصطلاح بر بالش میذاره شب، دلیلش اینه که یک ثروتمندی، منی، شمایی، حق اونو خوردیم،
یعنی ما اول دزدی کردیم، اونو به این روز انداختیم، حالا بعد اون دزد شده. دزد اول من هستم، دزد اول شما هستی. نکنید بابا، قد زندگی که میخوان 100 سال میخوان زندگی کنی. شما ببینید اصلا این ترامپ روز اومده میگه دیروز حسین فلان به من گفت $2 بیلیون بهت میدم، ولی من نرفتم. دروغ میگه پدر سوخته. الان تکسشو نشون نمیده، چون تو تکسش میگن ماجرای تمام پولایی که از شوروی گرفته و اینها. ضمناً دوستانی که دل خوش کردن، این آقای شهریار یغمایی که دل خوش کرده که مجاهدین پول دادن به مش عقب افتاده، تو برنامه‌هاشون صحبت کردن، حالا اونا میرن مقام میگیرن، بعدم اونا اسلحه میدن به مجاهدین، بعدم مجاهدین همه میان سال خانه سالمندان میره آخونده رو میکشه. شما جوون که بودید هیچ غلطی نتونستید بکنید. اولا یه دونه از اونایی رو که تو سازمان مجاهدین رفتن صحبت کردن، این آقا نگذاشته سر کار. از جولیانی گرفته، از نوت گینگریچ گرفته، این هست. بعدم این آقا $2 بیلیون توی معامله، خب این دزدیده که بعدم اون کارگر بدبخت گرسنه است، ولی همون کارگر گرسنه میاد به این رأی میده، میگه این میخواد حق منو بگیره. حالا برید ببینید چه بیلیونرایی، چه میلیونرایی رو به عنوان وزیر این، وزیر این، وزیر اون گذاشته سر کار. اینا میخوان حق تو رو بگیرن. اونایی که این همه ادعا میکردن از اوباما گرفته که میگم من تا قبل از اینکه بیام کاخ سفید داشتم وام تحصیلیمو پس میدادم و من میخوام برای مردم چی کنم. هیچ قدم ور نداشت برای دانشجوها که وامای تحصیلی $200,000 $100,000 اینها رو به اصطلاح تخفیف بهشون بده، و طرف رفته درس خونده برای مملکتش، حالا باید زن و بچه داره باید داره قصه درس خوندنش میده. البته خب آبجو هم زیاد خوردن موقعی که درس میخوندن. در هر صورت اینم ماجرای رئیس CIA و اینکه ایرانی ها خیلی دروغگو هستن و دروغگوهای خوبی هستن. آگهی کنسرت فرداشو براتون گفتم در نووا، آقای ندیمی به همراه همکارانش. و بریم عکس آخونده رو من بهتون نشون بدم. ضمناً امروز 13 ژانویه است، Friday the 13th. وقتی 13 هم میفته رو جمعه یا جمعه میفته توی 13، آمریکایی‌ها یکم وحشت میکنن. مثل اون شعره بود فرهاد میخوند، جمعه روز بدی بود، روز دل بد. روز چی؟ جمعه روزه بعدی بود روزه در هست. جمعه 13 همه اینا خیلی خوششون نمیاد و منتظرن که یه اتفاق براشون بیفته. از بس منتظرن یه اتفاق براشون بیفته، یه اتفاقی هم براشون میفته، ولی ما میگم آقا ولو کن، 13 یه عددیه مثل عددهای دیگه. در هر صورت 13 همه ژانویه، 24 همه دیما. چقدر امروز در هر صورت، در هر صورت میگن. وقتی کسی میخواد برنامه داشته باشه از کلمات تکراری باید دوری کنه. اگه یه چیزی شده تکیه کلامش، باید برنامه خودش رو بشینه نگاه کنه، اون رو سعی کنه که نگه. من الان دیگه تا آخر برنامه در هر صورت نمیگم. به این آقای سعید امیدی گفتم آقا برو ویدیو خودت نگاه کن، بعد برای من بشین نظرتو راجع به این بیننده و این مجری برنامه بگو. فکر کنی چیکار کرد؟ جیم فنگ. دیدی آقای امیدی چقدر سخته بشینیم بیرون هی بگیم لنگش کن لنگش کن؟ خیلی آسونه. بله، عکس آخونده رو من نشون بدم. این عکس رو الان یه هفته دو هفته هست اینجا نگه داشتم و میخواستم به شما نشون بدم تا ببینیم توی ایران چه خبره و نظر شما چیه. آیا شما هم فکر میکنید مثل من که اینها سوپاپ های رژیم جمهوری اسلامی هستن، یا میگید که نه بابا اینا میخوان ما رو آزاد کنن چنین و چنان؟ اوکی. این اولیش آقای حسین دهنوی، من اول فکر کنم دهنودیه. خب نوشته که ببینم چی نوشته این دوستمون. نوشته بابا جان دلت خوشه، ما مگر آخوند کرایش شده که را نمیدونم چی میگه. اوکی، خیلی کوچیک نوشته. او متولد 1340 است، یعنی الان 45 سالشه. 40 تا 95 55 ببخشید. و با برنامه گلبرگ زندگی که بیشتر به موضوعات خانواده میپرداخت،
و در شبکه 3 پخش میشد به مردم شناخته شد. تبدیل مباحثات این مجموعه به کتابی با همین عنوان که کتابی پرطرفدار شده، نام او را بیش از پیش مطرح کرد. پس از آن بود که دهنوی در اقدامی کم سابقه و شاید هم بی سابقه اقدام به تولید مجموعه سیدی هایی برای آموزش رابطه جنسی به همسران کرد که این مجموعه با عنوان هنر عشقبازی 1-3 به بازار عرضه شد. انتخاب چنین موضوع حساسی به عنوان موضوع اکثر سخنرانی های دهنوی باعث شده که کلیپ های او با تعجب و برخی اوقات خشم به خصوص از سوی زنان در شبکه های اجتماعی دست به دست شود. باز یادم رفت داشتم راجع به ترامپ صحبت میکردن، کسی رو که میخواد بکنه مثلا وزیر امور خارجه، این آقایی که خیلی پولداره و بیزینسمنه و توی کارهای نفتی و اینا هست، این چندین بار در دولت‌های مختلف به اصطلاح دنبال این بوده که تحریم ایران رو بردارن که بلکه شرکت اکزان بتونه پول بیشتری در بیاره، و دیروز و پریروز اینجا مثل سگ دروغ میگفت و خنده‌دار بود. اصلا این چی میگن، این سوال و جوابایی که میکنن. خب داریم به ساعت 3 نزدیک میشیم، باید دست و پا رو جمع کنیم بریم برنامه آقای زیا مصطفی زاده رو داشته باشیم. و اما این آخوندی که شما اینجا میبینید نوشته که شهاب مرادی متولد 1350 است. در چند سال اخیر غالب فعالیت های مجازی او به اینستاگرام منتقل شده است. دوم، مؤسسه روانشناسی با عنوان زندگی بهتر در شرق تهران. و سوم، اولیش چی بود؟ خیلی جالبه ها، اولیش اسمش فقط نوشته بود، بعد نوشته دوم مؤسسه روانشناسی در شرق تهران و سوم در سالهای اخیر که توانسته با کلاس‌های با موضوع ازدواج و با عنوان کلاس مجردها در قانون توجه قرار گیرد. این کلاس ها در دانشگاه های کشور برگزار می شود. او در چند ماه اخیر با انتقاد هایی که در برنامه های تلویزیونی از سریال معمای شاه انجام داد و همچنین انتقادی از عدم بیان نام تلگرام در این رساله انجام داد، در صدر توجه فضای مجازی قرار گرفت. یکی از نقاط قوت او دوری نسبی از سیاست است و از این رو هم هست که در سمت رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری دوام چندانی نیافت و به سرعت کنارگیری کرد. یکی دیگرش علیرضا پناهیان است. او یکی از نخستین کسانی است که از ابتدای دهه 80 توانسته در فضاهای رسانه‌ای خوش بدرخشد. روحانی 51 ساله است که با سخنرانی‌های جمعه صبحش در دعای ندبه هیئت رزمندگان اسلام و با استفاده از فرصت پخش زنده از شبکه یک سیما مطرح شد. پناهیان در این برنامه با زبانی نرم و مردم پسند با مردم صحبت می‌کرد و همین موضوع باعث شد رفته رفته پناهیان در ذهن مردم و به خصوص جوانان مذهبی به عنوان یک خطیب و واعظ حرفه‌ای شکل بگیرد. شاید هم همین باعث شد که او به خصوص به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی مرکز تخصصی تبلیغ فعالیت کند. البته پناهیان در سالهای اخیر با انتقاداتی هم روبرو شده که به خصوص مربوط به اظهار نظرهای تاریخی و سیاسی اوست. دوستان چون من به دیگرانم میگم برنامه اگر یک ساعته باید سر 55 دقیقه، سر 57 دقیقه، 58 دقیقه تموم کنید، اجازه بدید همینجا از شما خداحافظی کنم. در قسمت دوم برنامه من به عنوان فقط چی میگن اینایی که فنی، تکنیشن فنی، اینجا کارهای فنی رو انجام میدم و آقای مصطفی زاده با شما هستن. حالا اگر مهمانی داشته باشن که میشه نور علی نور، اگه نه بازم بهتر از برنامه منه. منتظر تلفن آقای مصطفی زاده خواهیم بود، چون همون جوری که گفتم انقدر با هم ایمیل فرستادیم بعضی وقتا فکر میکنم ما ایمیل ها رو تا اون آخر نمیخونیم و همون تیتر بالاشو که میخونیم میگیم خب سربی اینو گفت جوابش میدیم، منم میگم اوکی تیتر بالا رو خوندم جواب میدم، و نصفی از ایمیل ها جواب داده نمیشه. ساعت 2:59 است و ما در انتظار آقای مصطفی زاده. اجازه بدید من اسکایپ رو هم بیارم اینجا
و ببینم که اگر ایشون با اسکایپ تماس میگیره. آها، مثل که با تلفن. بله، ایشون هستن. خب آقای مصطفی‌زاده سلام. دوستان عزیز، با آقای ضیا مصطفی‌زاده هستیم از کشور زیبای هلند که واقعا هم زیبا و پرگل است. بفرمایید آقای مصطفی‌زاده، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. سلام عرض کردم جناب صدری، خدمت شما و خدمت همه بینندگان شما. ممنونم. به حضور درچاد که امروز به قول شما معلوم نشد که چه باید کرد و چی میاد و چی نمیاد. آقای افشارها که تشکیب نهی بردن، آقای سعیدی هم تشکیب نهی بردن. به هر حال منم باز بگم اشتباهن تو ساعت اول یه چند با تماس گرفتم که تماس حاصل نشد به شما و بعد شنیدم که شما فرمودید که ساعت دوم بگیم. مرسی، متشکرم از لطفتون، از زحماتتون و همه چی. البته من این وسط سوء استفاده میکنم، تا دوستان نمیان میرم این چیزایی رو که از گذشته دارم و به اصطلاح خونده نشده و دربارش صحبت نشده فوری اونا رو علم میکنم و دربارش به اصطلاح صحبت میکنم. بله، به حضور شما جناب صوفی، یک مطلبی رو شما در برنامه گذشته راجع به من فرمودی که یک اشتباهی پیش اومده بوده و اونم به دلیل اینکه مال سالهای تقریبا یک سال پیش، یک سال نیم پیش بوده. شما مثل که فرمودید که من گفتم آقای احمدی از من اقتباس کرده یا همچین چیزها. به هر حال من توضیح میدم، آقای احمدی به هیچ عنوان از من اقتباس نکرده. بعد به حضور نرسیده که این موضوع برنامه من و یعنی طرح خودگردانی ملی طرحی نیست که کسی ازش اقتباس بتونه بکنه. چرا؟ آقای فرهاد بارسی به اتفاق آقای دکتر افتخاری و اون دوستشون که اسمش یاد یادم نیست، رئیسشونه کوروش سامتینگ ارفان یه چیزی، اینا آقای فرهاد بارسی تمامی این طرح من رو داشته و برده داده به اونها و اونها از نکاتی از این که به اصطلاح اختبار کردن و که من همون موقع به شما اطلاع دادم و شما هم در برنامه فرمودید و کارشون هم هیچ سریع نبوده، نه اینکه اختبار کنن من بکنن، خیلی هم خوبه، ولی اختبار نادرست، یک کار ناتمام و ناقص. این طرح خودگردانی ملی جناب صوفی یک به طریقی میشه گفت الهام گرفته از نظام بین الملل. طرح این نیست که بگیم که به قول شما دوچرخه رو دوباره از نوع اختراع کردیم، نه، من نظام بین الملل رو ازش الهام گرفتم. اون چه که در نظام بین الملل ناهنجاری هایی که در نظام بین الملل بوده ازش حذف کردم. به طور مثال یکیشو میگم حق وتو و همسالم، و من این طرح رو تنظیم کردم. میشنم گفت زیادم شباهت نداره به اون، ولی الهام گرفته از اون هست. به هر حال حالا آقای این رو من گفته بودم به شما، من الان به یادم اومد که تا من شروع کردم به داستان این طرح و معرفیش، آقای دو ساعت بعد آقای احمدی پیدا شد، دیگه بیش از این هم چیزی نگفتم. حالا باز امسال که شروع کردم به دلیل گرفتاری ها یک سال خورده عقب افتاد. من که حالا شروع کردم، حالا آقای همایون طرح حکومت ملی بعد از دو هفته سه هفته که من صحبت کردم در این باره، ایشون شروع کرده تر آورده وسط. چی نوشته این طرح رو نمیدونم، چی به اصطلاح به نفع کی هست تا حدودی میدونم. به حضور شما این آقای همایون دست از شالاتانگیری، حقبازی، پول پرستی و اخخازی از مردم
هیچ کار دیگه نیست که بلد نیست. یعنی اگر شما در شارلاتانیزم بگردید برای رئیس جمهور، فقط آقای همایونه. اینو من واضح دارم میگم. ایشون فقط از اول برنامهش شروع کرده به مردم که بیمایه فتیره، اینجا ما ته درست کردیم بیمایه فتیره، اینجا ما میخواییم این کارا بکنیم بیمایه فتیره، یک سرعت مایه صحبت بکنه. در حالی که اگر نظرتون باشه، من گفتم در طرح ما یک دینار ما از مردم تقاضا نخواهیم کرد، ضمن اینکه برای خود ما هم خرجی نه، یعنی ما اینجا دیگه و در میون نیست. تمام کسانی که با من بودن من گذاشتمشون کنار، تنها خودم هستم و خودم، و این طرح رو من پیشنهاد کردم به مردم و باز پیشنهاد میکنم. مردم به راحتی خودشون میتونن این کار رو انجام بدن، به هیچ عنوان هم خرج و مخارجی براتون نداره و نخواهد داشت. دیناری هم لازم نیست در این رابطه به کسی بپردازن. و هیچ وقت هم مثل آقای همایون نمیگم بیمایه پتیره، نه، در این مورد بیمایه چون خواست ملت، مطالبات ملت، همه چیز ملت در این طرح هست، و این طرح نهایتا مشکلی که به نظر میرسه در این طرح هست اینه که خیلی خوب پس با جمهوری اسلامی چه خواهید کرد. این رو من توضیح دادم که جمهوری اسلامی رو من نمیخوام بزنم کنار، یا این طرح نمیخواد که بزنش کنار، بلکه اصرار داره که جمهوری اسلامی همونجا باشه، ولی حاکمیتش بر طرفداران خودش و گروه های دیگه هم، تشکل های دیگه هم به همین صورت باید در مملکت باشن. هر کسی اداره کننده طرفداران خودش باشه، مثل یه حکومت تر بیدن. دقیقا نظام بین الملل شما ببینید، ممالک هستند، ملل هستند، دولت ها هستند. ببینید چرا 200 دولت داریم در دنیا، اینها همه هستند و قوانینی در رابطه با اینها نوشته شده که دخالتی به کار هم دیگه نداشته باشن. با 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 من هم این طرح رو تقریبا به این صورت، ولی برای هر کشوری قابل اجراست و معلومش میشن، ولی برای ایران بیش از کشورهایی که کار برده، به دلیل اینکه ایران کشوری ایلی و عشایری قومی و عقاید سیاسی، عقاید مذهبی، دینی و همه چیز هم توش هست. این هست که هر گروه از این، هر قش از این اجتماع میتونن بپیوندن به تشکلی که خودشون علاقه دارن، خودشون میخوان و میپسندنش، برن با توجه به اساسنامه‌اش. بعد اون تشکل میاد سر کار، اون پیروانش، اون کسانی که انتخابش میکنن، نه که افراد رو، اشخاص رو انتخاب بکنن، اساسنامه اون رو انتخاب میکنن. و اون به هیچ، اون تشکل به هیچ عنوان حق تخطی از اون اساسنامهش نخواهد داشت. بعد شورای دفاع میشه، حالا آقای همایون میگه من از شورا برم، یا درست میگه، چون ایشون میخواد اساس استبداد رو مجددن در ایران دفاع کنه. از کجا پول رسیده من نمیدونم، ولی دیدم که آقای رضا پهلوی رو علم میکنن، دیدم که از اسرائیل دفاع میکنن، یعنی به غیر مستقیم میگه آقا حزب الله لبنان باید جمع شه، سوریه به کل ما باش خط رابطه میکنیم، نمیدونم اگر کمک به گرجستان میشه ما نمیدونم فلان میکنیم، کمک به فلان جای دنیا میشه ما همه اینا رو قطع میکنیم. یعنی که میخواد یک دولت منزوی رو درست کنه. البته خب چون اینها همه به نفع دول غربی و به نفع اسرائیله، خب پس مشخص میشه اینجا که اسرائیل به اینها، به اون دولتی که آقای همایون در نظر داره، کمک خواهد کرد و زیر بارش رو خواهد گرفت.
و مجددن استبداد سلطنت در ایران به صورت تمامیت طلبی برنامهش میخواد اجرا بشه. خود آقای رضا پهلوی هم خیلی قشنگ و راحت گفت اگر من قراره به صورت یه بود به صورت یه مجسمه توی رژیم باشم، من نمیخوام آقا، من نمیخوام این کارو بکنم، من میخوام در امور کشور سهم داشته باشم و کار کنم و به مردمم خدمت کنم با یه همچه عنوان. ولی آقای همایون البته دلش نه برای رضا پهلوی سوخته و نه چه دیگه، طبق سابقه ای که ایشون داره با شارلاتان بازی فقط میخواد پول در بیاره و تموم شد. از طرفی هر کسی از بیننده ها زنگ زد مثلا گفت سلام به با فاصله قطعش کرد، یعنی باید سلام کردن رو مردم ترک کنن، اگر نکنن در سیستمی که آقای همایون در آینده میخواد تو ایران برقرار کنه هر چی سلام کنه حتما اعدامش میکنن دیگه. خانم های زنگ زدن، هر خانم زنگ زد بهش گفت خانم برو قرمه سبزی گرفت بعد فاطی خانم، فاطمه خانم، نه سوغلا خانم، با بی ادبی کامل، یعنی درست مثل آخوندها ایشون هم میخواد در سیستم آینده زنها رو بفرسته داخل آشپزخونه. زن حق صحبت نداره، حق اظهار نظر نداره در سیستمی که ایشون میخواد ارائه کنه. از طرفی میگه که هیچ کس تا حالا کاری نکرده و چیزی ارائه نکرده، ما بر این کس هستیم که طرح ارائه کنیم. طرحش از تاریخ دهم همین برج به اصطلاح معرفی داره میشه، هنوز هم معرفی نشده، تا اینجا هم تو معرفی شده تو دو برنامه، تمام مزخرف بوده، تمام افتضاح. و از اون گذشته هر سیستمی چه جمهوری چه پادشاهی و چه سیستم کمونیستی و هر چی چه بر تکیه بر آرای عمومی، عقد آرای عمومی یا دوره‌ای داشته باشه، اون قصدش فقط استبداد برقرار کردن در کشوره. یعنی واضح بارها گفتم در تلویزیون، بازم میگم که عقد آرای عمومی یا دوره‌ای کلاهبرداری سیاسیه و نه چیز دیگه. اون کلاهبرداری رو اینها سعی میکنن که هر طریقیت حفظش کنن، چون این فقط به نفع دولت ها. زمین توضیح هم دارم که آقا فرض بگیریم که مصطفی زاده یا آقای سوری یا ایکس یا ایگریک میان به هر دوز و کلک و تقلب و هر چی میان میشینن سر پست با یه قول و وعده و وعید های باطل و مزخرف و من این میکنم اون میکنم و آخرش هم میان وقتی سوار کار شدن هیچ کدوم از اون کارها رو انجام نمیدن، چون نمیتونن انجام بدن. وعده وعید هایی که دادن همه دروغ بوده، غیر عملی بوده، چون اونها که به رأی به اصطلاح تکیه دارن در آرای عمومی، اینها خودشون وابسته هستن و نه مستقل، و کشورشون رو هم 100% مطمئن باشید که مستقل نخواهد بود و وابسته خواهند کرد. این هست که من با این آقای همایون میخوام الان به ایشون دارم مستقیما میگن که آقای همایون بله طرح قبلا ارائه شده، قبلا این طرح روش بحث ها گفتگوها شده، شوراها تشکیل شده و خیلی ها که وارد بودن به این امور این طرح رو پذیرفتن. از اون گذشته اصلا هیچ کس هم نپذیره. این طرح بر اساس نظام بین المللی که حدود 50 سالی که در دنیا داره اجرا میشه، مخالفتی باید نمیشه کرد. طرحیه که به اصطلاح بین المللیه، مورد توافق سازمان های بین المللی اگر نبود که اصلا خود این سازمان های بین المللی وجود نخواهند داشت، وجود نداشتند. اینه که آقای همایون برمیگرده به یه خانومی که گویا اسم آقای نصر احمدی را آورد، برمیگرده میگه که
نه چی چه خانم برو قرمه سبزی رو باید برو نمیم چه بکن چیه این اسم نه آقای احمدی رو آورده که ایشون مثلا اشتباهی شاید گفته طرح داده نه ایشون طرح نداده ایشون قانون اساسی نوشته قانون اساسی هم پذیرفته بشه یا نشه چون متکی بر همان آراء عمومیه متکی بر عقد آراء عمومی یا دوره‌ایه بنابراین کل این مسئله یعنی کل سیستمش که هم جمهوری هم پادشاهی هر دو جز کلاهبرداری جز استبداد برقرار کردن در کشور هیچ چیز دیگری نبوده و نخواهد بود. اینها رو لازم دیدم که خدمتتون عرض بکنم. در ضمن آقای سوری این به اصطلاح مسئله آخوندها که شما هم بهش اشاره کردید آقا مملکت داری خیلی مشکل الو آقای مصطفی زاده باز تلفن ما اینجا وصله داره نشون میده 16 دقیقه و 7 ثانیه 16 و 8 16 و 9 ولی صدای شما قطع شد. لطف کنید دوباره زنگ بزنید. نمیدونم یه همچین ماجرایی با سرهنگ دکتر عقیلی پور داشتیم. آخرین بنده خدا تماس گرفت با شرکت تلفنشون و جالبه الانم شما رو 15 دقیقه و اینا اینجوری میشه و شرکت تلفنشون بهشون گفته بود که سیستم شما یه جوریه که اگر تلفن دستید 15 دقیقه باشه ما فکر میکنیم یادت رفته روشن مونده خاموشش میکنیم. ایشون بهشون گفته بود آقا به شما مربوط نیست شما اینو بذارید روی بی نهایت. حالا بعد به آقای مصطفی زاده این ماجرا رو هم میگم. آقای مصطفی زاده شما حدوداً دوربر 15 دقیقه و اینا که میشه قطع میشه یادم بیارید ماجرای سرهنگ عقیلی پور و تلفن. بله بله یادم آقای سوربی یه مقدار مسئله اینجا متفاوته. این تلفن من مطلقاً قطع من ساعت‌ها با این تلفن صحبت میکنم یعنی دست کم یک ساعت و دو ساعت من با این تلفن صحبت کردم. خب پس حالا آقای سوبی به قول خودتون اسکایپتون رو باز بفرمایید که اگر دوباره قطع شد من با اسکایپ صحبت کنم. باشه عزیزم اسکایپ منم روشن. من نمیدونم تا کجا هم شنید. نه تو راجع به طرح و اینا گفتید ما تا دقیقه 16 رو شنیدیم یعنی 5 ثانیه 10 ثانیه قبل. فقط بذارید حالا که اینجوری یه بریک پیش اومد من یه دو تا توضیح بدم. اون چیزی که من به اشتباه گفتم ضمن این که من از دوستان عذرخواهی میکنم ولی اونجوری که شما گفتی باعث شده که من اونجوری برداشت کنم. حالا دلیلش هم میدونم کاملا درست میگم. بله چون همزمان بوده با اون برنامه و شما گفتید حالا که من شروع ولی ماجرای فرهاد پارسی من دقیقا یادمه و این آقای فرهاد پارسی اون طرح رو با یه زیرکی خاصی از شما کش رفت حتی به من تماس گرفت گفت من با آقایون نمیدونم فلانی و فلانی همین دو نفری که شما گفتید افانی و نمیدونم آقای افتخاری صحبت کردم شما با اینا کار میکنی؟ من گفتم من با هیچ کس مشکلی ندارم. آقای افانی پدرش فوت شده بهش تسلیت گفتم حتی به شوخی خندیدم گفتم افانی گفته کدوم پدرم گفتم همون یکی که اینجا نوشتی. در هر صورت بعد کار میکنم ولی بعد معلوم شد که اونا یک کرمی داشتن و به اصطلاح رفتن دنبال اون برنامه و اینا برنامه‌هاشون هم به هیچ جایی نرسید الان هم هیچ خبری ازشون نیست جز برنامه های تکراری ولی من چون شما گفته بودید این به اصطلاح سوء تفاهم برام ایجاد شد. خوشحالم که شما گفتید که من از دوستان عذرخواهی کنم. درباره طرح آقای شهرام همایون این چیزی رو که اون خانمه آمده گفته گویا موقعی که آقای دکتر نصر احمدی اون موقع دنبال آقای رضا پهلوی راه افتاده بوده و هنوز کتابی از قانون اساسی نبوده اون موقع این تر رو اینها پیشنهاد کرده بودن اون موقع حتی پول جمع کردن از مردم و این خانمه داشت راجع به اون موقع میگفت که آقای شهرام و همایون هم یه دفعه عصبانی شد و گفت من از دیروز تصمیم گرفتم فوش بدم و حالا شما هم برو خورشت نمیدونم چی میگم برو گربه سبزی درست کن و از این ماجرا. و اما شما گفتید که آقای رضا پهلوی آب پاکی رو دست همه ریخ گفته من مقام سمبولیک نمیخوام
میشه کسی به من بگه ایشون دنبال چه مقامی میگرده؟ ایشون در هست گفته که من یا مردم انتخاب کنن یا جمهوری یا پادشاهی، ولی وقتی که پادشاه سلطنت طلبا بهش فشار میارن گفت من نمیخواهم که یک مقام استنبولیک یا به صورت مجسمه و بت بمون تو کشور و هیچ کار، من میخوام مؤثر باشم در امور کشور. مؤثر بهتری؟ آقا من دوباره میخوام مثل بابام ترجمه میکنیم سلطنتی رو را بندازم که خودم فرمان بدم. بهترین شخصی که مؤثره این فراشای هستن که صبح زود خیابونا رو جارو میکنن، سفورای هستن که آشغال میبرن، اینا مؤثرترینن. اگر یک هفته اینا نباشن آشغال از سر کله همه ما میره بالا و پس این دوستانی که مثل آقای سعیدی گول خودشون میزنن یا شاید میدونن ولی میخوان گول مردم بزنن که میگن بله آقا رضا برنامه هایی داره و پادشاهی و پارلمانی، آقای سعیدی یه چیزی میدونستی که امروز نیومدی. اولا ماجرای آقای سعیدی رو هم به ما بگو. اینا آقا دروغ میگن، ملتی که شما میگید نه حالا اون پادشاهی تصادفاً آقای شاه زورگو شد، تصادفاً باباش قانون مشروطه زیر پا گذاشت و این دفعه خوب میشن، دروغی بیش نیست. این دفعه خود طرف آمده گفته آقا من نمیخوام من نمیخوام یه مقام سمبولیک باشم و سلطنت کنم، من میخوام حکومت کنم. اون قسمت دومش هنوز نگفته. آقای مصطفی زاده ببخشید من دخالت میکنم، ماجرای این آقای سعیدی چی بود؟ عکس فرستاد، دو تا عکس فرستاد، یه دفعه برای من پیام گذاشت، بعد از پیام برای من، آیا برای شما پیام گذاشت یا صحبت کردید یه چیزی پیش آمده؟ ایشون ببخشید اینو میگم دومشو گذاشت، وقتا میگفتن دومشو گذاشت روی کولش رفت، ولی دومشو گذاشت لای پاش رفت صحیح تره، چون دومشو گذاشت روی کولش عقرب این کارو میکنه، ولی دومشو گذاشت لای پاش، سگ وقتی میترسه دومشو میذاره لای پاش. اون وقت بازم بگید برنامه های سربی و دوستانش ما چیزی یاد نمیگیریم. من ساکت میشم. این ماجرای پادشاهی سمبولیک و ما دروغی که دوستانی مثل آقای سعیدی میگن به مردم و ماجرای سعیدی دعوتش رو، بعدم خودش دعوتش رو عذرخواستن رو نیومدن. اگه دوست داشت آقای سعیدی، آقای سعیدی بعد از اینکه من گفت من خوشحالم که دعوت کردید و حتما شرکت میکنم، بعد دیگه من از ایشون هیچ اطلاعی ندارم. دلیلش چه نمیدونم، هیچی من نمیدونم، ولی یه مسئله است که من به ایشون گفتم. من گفت موضوع برنامه چیه؟ من به ایشون عرض کردم که موضوع برنامه انتخابات اخت آلای عمومیه و من میخوام در این باره صحبت کنم و برای مردم روشن کنم که آقا این چه هست. حالا دو ادامه برنامه من این رو همین مطلب رو پی خواهم گرفت، ولی در رابطه با آقای رضا پهلوی ببینید آقای سربی، ما اگر به همدیگه ما همه ما میگن دموکرات دموکرات دموکرات، ما چه دموکراتی هستیم که به هیچ کس اجازه هیچ کاری رو نمیگیم؟ اگر ما دموکرات هستیم حق انتخاب باید برای دیگران قائل بشیم. این حق انتخاب قائل شدن یعنی همه چیز، یعنی آزادی، یعنی دموکراسی، یعنی همه چیز. آقا باید اجازه، ولی وقتی ما میگیم که همه حق دارن، همه حق انتخاب دارن، خیلی خوب چی رو انتخاب کنن؟ زمینه‌ای برای انتخاب وجود نداره فعلا. مردم نفسشون اصلا در نمیاد کجا تو ایران حرف بزنن. تو ایران اگه حرف بزنن که خب نه زندان کشته میشن. اینجا ما میرسیم به اینکه زمینه انتخاب ما کجا داریم. اگر انتخابات دوره‌ایه بابا چند صد سال باید یک چیز رو ما تجربه کنیم که همش دروغه، همش کلکه، همش نمیدونم وعده وعیدهای بیجا و نادرست و حقبازیه. اون وقت رأی رو چی میشمره آقای سوری؟ من میخوام از شما بپرسم جز دولت، جز این که دولت میشمره آقا رو، یکی هم که آقای همایون برگشته میگه که ما نمیدونم رأی میگیم از مردم، نمیدونم همه پرسی رفراندوم را میندازیم، از مردم میپرسیم که جمهوری میخواهند یا سلطنت.
بعد رهبرم آقای رضا پهلوی رو، خب معلومه وقتی رهبر ایشونه مردم دیگه چی میخوام بگن، شماره که رفراندوم هم از من آقای همایی میکنه. بسیار ممنونم. آقای اینا کلاه برداریه. شما در آمریکا که اسمش به اصطلاح بهترین دموکراسی جهانه، شما این چه میکنن؟ من یه چیزی راجبه آقای دکتر عقیلی پور باید عرض کنم. آقای تو انسانی در زندگی، طول زندگی انسانی ندیدن، اینقدر انسان و اینقدر فهمیده و اینقدر متمدن و اینقدر حرفاش درست ندیدن. چرا؟ هستن کسانی هم که شبیه ایشون، ولی مثل ایشون من ندیدم تو عمرم که اینطور واضح درست صحبت کنه بدون بی‌ادبی. و من چقدر شاگرد بدی بودم که این همه ایشون آموخت و می آموزه به همه و من یاد نگرفتم، بازم فحاشی میکنم. خب حالا این دلیلی میشه که شما تو برنامه های آینده از ایشون دعوت کنید. یک، اجازه بدید من تا یادم نرفته بگم یه ضرب المثلی داریم، میگه بعد از این همه گدایی من دیگه شب جمعه رو میدونم کیه. من فکر میکنم آقای سعیدی عمدن به من زنگ زده، پیغام گذاشته. حالا دلیلش هم میگم، اگر اشتباه میکنم آقای سعیدی بعدن به من زنگ بزن. من فکر کنم آقای سعیدی چون شما دعوتش کردی و دیده که خب برنامه مفته، ایشون قبول کرده، بعد گفته برم ببینم این ضیا مصطفی زاده کیه، رفته ویدیوهای شما رو نگاه کرده، دیده که ببخشید اینجا یه ضرب المثل میگن که اینجا جایی نیست که بیای فلان کنی و بری، فکر کنم دیده نمیتونه بیاد توی این برنامه. اجازه میدید من پیام ایشون رو براتون پخش کنم؟ حالا چون خودش زنگ پیام آقای سعیدی مخصوصا بله بله گوشی داشته باشید ببینیم، خدا کنه شما بشنوید. دوستان ببینید این دوستانی هستن که یه نفر دعوتشون کرده، احترام گذاشته بهشون، از هلند روزو تعیین کرده، ساعتو تعیین کرده. حتی وقتی من با آقای مصطفی زاده تماس گرفتم گفتم آقای دکتر افشارا اینجوری، این بنده خدا به مهمونش احترام گذاشته، گفته چون ساعت دوم سعیدی رو دعوت کردم، ساعت اول که مال خودمه در اختیار شما. حالا گوش کنید ببینید این آقایون شاه اللهی چه نوع پارلمانیش، چه نوع سلطنت اینا، بابا ریشه شون اصلا فاسده. گوش کنید ببینید چی گفته. آقای سعیدی، سعیدی هستم عزیز. من فردا دعوت شدم از طرف آقای مصطفی زاده به برنامه شون، به این وسیله عذرخواهی میکنم. شما حین برنامه میتونید اعلام کنید که بنده من معذور هستم برای فردا، به ایشون هم زنگ میزنم که از شما عذرخواهی بکنم. موفق باشید، ببخشید که این باشه. خب به شما زنگ، به شما زنگ نزد، شما شنیدی صداشو؟ بله، ولی نه زنگ داد نه تماس گرفت، حتی من ایمیلم فرستادم گفتم آقای شجاعت هر چیزی تا با من تماس گرفت. من چی گفتم به شما؟ ولی آقای سعیدی ببخشید، من امیدوارم که اینطور نباشه. زندان من ایشون رو به عنوان مخالف خودم دعوت کردم تو برنامه، دلم میخواست ایشون بیاد در نهایت سماجت و قدرت با من مخالفت کنه که مردم بشنوند و ببینند که ما چی میگیم و مردم خودشون مردم میفهمند. توجه میکنید مردم خوب قضاوت میکنن. آقای سر آقا جان، سخن از زبان ما میگویی. خب منم همینو میگم به دوستان، میگم تو که مخالفی بیا اینجا، اینا اون توانو ندارن. اینا رئیس کلشون که الان این روزا هی به دروغ میرسن، شاه دو تا دکترا داشته، شاه دهم هم قبول نشد، کجا دکترا داشته؟ هی مزخرف میگید، مثل یه استواری که امروز شده تیمسار توی کالیفرنیا، طرف میگه آقا این تو ارتش اگه بود، میگم بابا استوار که نمیشد تیمسار، میشد استوار یک تا بعدم بازنشست میشد بعدم میمرد. اینا هی به خودشون درجه میدن. اینا رئیسشون که شاه بود دروغگو بود و تحمل نداشت، نه که تحمل نداشت، جرأت نداشت با مخالف روبرو بشه، شهامت نداشت، بلد نبود، منطق نداشت. من میدونست شما درست میگی، اینا بیان حرف بزنن ملت میگن آقا خب راست میگه بابا سوربی، یه نفر رو بیاریم اینجا بکنیم لولوی سر خرمن، اسمشو بذاریم شاه، کشورهایی که شاه دارن یکی یکی دارن عوض میشن، شاه به زودی فقط توی ورق و توی شطرنج باقی میمونه. اینا ترسو هن، دروغو هن و الا مرد حسابی. آقای مصطفی زاده تو رو دعوت کرده،
من اصلا در جریان نبودم. بعد تو به من زنگ میزنی میگی تو برنامه خودت به بیننده ها بگو که من نمیام. مگه ما به بیننده ها گفته بودیم که تو میای؟ بعد من خودم با آقای مصطفی زاده زنگ میزنم. دروغ، ترس و اینها، ببخشید اینو میگم، برید بمیرید، برید. اگه آخوندا پدرسوخته ها اینقدر بد نبودن، اینا همشون تو سوراخ های تاریخ قایم میشدن تا بمیرن. ولی به دلیل اینکه آخوندا بدتر هستن، اینا اومدن میگن آهای ملت، شما که میگین صد رحمت به کفن دزد اولی، بله کفن دزد اولی پدر ما بوده، افتخار میکنن که باباشون کفن دزد اولی بوده. بفرمایید، من ساکت میشم. جناب صوری، به حضور رسید که اینها یکی یکی باید بیان سر کار تا شناخته بشن. و این طرحی که من دادم خودگردانی ملی، ماره اینه که ظرف 5 سال اینها مشغول کار بشن، رهبری گروه های خودشون رو بوده بگیرن، با داشتن بودجه از کشور توجه میکنین و حقوق های خوب بیان مشغول بشن، توجه میکنین. بعد برن توی شورا، تو شورای مشترک تشکلها، اونجا به خود معروف ببخشید بعضی هاشون توپوزی بخورن، برن بگیرن میشینن سر جاشون دیگه حرف نزنن. من حتی توی طرح رضا پهلوی ها جای خود داره، من توی طرح نوشتم حتی اراذل اوباش هم میتوانن تشکل داشته باشن در این طرح، ولی مشروط در این که زمانی که میخوان وارد شورای مشترک تشکل ها بشن، در هر زمینه نماینده متخصص داشته باشن و به اونجا بفرستن. خب مسلمه عوازل و آباش، آباش که چیز ندارن که نماینده متخصص نمیتونن داشته باشن که، چون عوازل و آباش اونقدر عوازل و آباش. الو، بله درست، 15 دقیقه و 3 ثانیه. حالا ما اینو خاموش میکنیم میریم سراغ ندی. قرار شد با فیسبوک تماس بگیر، با اسکایپ. آها، میخواین اینجا صحبت کنید یا اسکایپ؟ چون اینجا باز دوباره 15 دقیقه. همینجا صحبت. اوکی، همینجا صحبت میکنم. اگر باز قطع میشه معذرت میخوام از شما و بیننده. اشکال نداره آقای سوری، عرازل و اوباش شامل خیلی هم میشه. حتما نبود عرازل و اوباش فقط قمه دستشون باشه، چاقو. عرازل و اوباش کرواتی و نمیدونم مقامدار و اینا هم زیاد داریم. شما الان خود ترامپ ها ببینید این کیه، مگه جز عرازل و اوباش نیست؟ ولی این شرطی که من گذاشتم که هر کس در این ته شرط گذاشتم که هر کس میخواد وارد شورای مشترک تشکلها بشه، باید نمایندگان متخصصشو در زمینه های مختلف به مردم معرفی کنه. آیا عرازل و اوباش میتونن؟ نمیتونن. حتی بدتر از اونها هم من گفتم. بعد آقای همایون صحبت میکرد در رابطه با زندان و زندانی اونم. آقا اصلا در طرح خودگردانی ملی ما زندان نداریم، ما شهرک های کار داریم که هر کسی که خلافی خطایی انجام بده و از طرف دادگاه، اونم دادگاه های شورایی که در اسرع وقت باید در مورد هر کسی تصمیم بگیرن، میاد میره توی شهرک کار، حتی خونه و زندگی هم داره، زن و بچهش هم حتی میتونه ببره اونجا با خودش نگه داره اگه زن و بچهش راضی باشن، حقوقش هم بگیره، اگر بدهکاره بدهیشو بده، اگر که از حقوق مردم ضایع کرده باید حقوق مردم رو بده. توجه میکنید این مسائل رو من همه رو توضیح دادم. حالا آقای همایون بس ما اختراع کرده که ما علم میکنم بمیکنم، این آقا به خانومه برمیگره که ما اینجا طرح رو نوشیم، تو یک صفحه رو نمیتونی از رو بخونی، مرده که دیوانه، مرده که شارلاتان. اگر طرحی که مردم نمیتونم بخونم، خیلی هر کی نوشته غلط کرد، هر کس نوشته خیلی غلط کرد. دقیقا منم همینو گفتم، گفتم این چیه، برای خارجی ها نوشتین و برای اینایی که از به اصطلاح کرات دیگه آمدن، و خود شما چه سوادی دارید آقای شهرام همایون که فکر میکنید دیگران سواد خوندنشون از شما کمتره؟ این آقا اگر به خاطر آقای داریوش همایون پسرموش نبود،
این آقا با تو ایران میاد عملیگی کار بیکنون اون این آدم کرده این اون بعدا اون آدم حساب نمی کرد خدا رحمتش کنون حالا هرچی بود و نبود باید به این آقای همایون آقای شالازان همایون بگی آقا برو اقلا اون نوشته های پسرمون تو بخون آقای جاوی کنونو بخون تو کلمه یاد بگیر آقا طرز صحبت کردن و انسانیت و اینا رو یاد بگیر من نمی هیچ از دو تا برادر یا یه بچه اینجوری یه بچه اون دیگه اصلا به مادرش کرده من نمی گیم خداسه آقای سربی اینها دست بردار نیستن از اینا می کرد این که من عرض کردم دفعه قبل آقای احمدی بعد از چه هفته تشریف آوردن که خودتون دیدید که من ازشون حمایتم کردم خوشحالم شدم که ایشون قانون اساسی بعد قانون اساسیشون خوندن یه مش حرفایی که به درد من نمیخوره و با طرح من اصلا قابل مقایسه نیست این و چرا قابل مقایسه نیست به این دلیل که باز متکی هست بر اخذ آرای عمومی آقا اخذ آرای عمومی من این آقای صبح تکرار نمی کنم تأکید می کنم یک کلاه برداری سیاسی شما اجازه زندگی اجازه دخالت در امور اجتماعی تو میدی دست یه نفر فرداشو میارزش پسی گیری میگه فقط تو رای نهدی به شما به من که بخواد پسی گیری برو دوباره کاره اصلا جواب نمیگه ولی اگر بدم اینجوری خواهد گفت حقا ما اونه آقا ما اختیار زندگیمون رو نباید دست کسی بدیم دست پس بدیم کسی که میاد وارد حکومت میشه و در رأس حکومت قرار میگه یا نماینده مجلس میشه این اونجا با اون اشخاص افراد و کسانی که اونجا هستن دوستی برقرار میکنه بعدم دیگه که اغلبشون تو مجابس خوابن یا اینکه دارن چرت میزنن یا دارن در گوشی با عمل میزنن آقا اینا حواسشون به مسائل اونجا نیست چون از قبل میدونن که چه باید بگن و چه بکنن یا مجبورن یا اینکه خسته میشن اصلا میگن بدش کن بابا دولمونو من از اون گذاشت من خدمت تو عرض کردم کنم همه دیمن بگم عرض کردم آقا این دولت مگه نوکر بابای بنده است که بیاد بره مطالبات منو برای من دریافت کنه یا به نفع من کار کنه آقا این میاد سر کار که بهش بروزه بچاپه اینقدر معلوم نگید جمهوری اسلامی حکومت خوب در جهان وجود نداره همه مثل جمهوری اسلامی با تازه با این دفعه بود که جمهوری اسلامی آدم میکشه جنایت میکنه ولی روحاش داره میکنه اینها مردم رو مثل گوسفند یعنی تبدیل به گوسفند میکنن رادیو تلویزیونشون هر چی بگه مردم همون رو قبول دارن قانون هر چی تصدیق بکنن بین خودشون مردم مجبور اطاعت کنن از اون قوانین قوانینشون هم اگر کشور شوروی به اون حالت کمونیستی در نیامده بود اینها سوسیالیسم رو قبول نداشتن میگفتن این مردم مثل برده باید برای ما کار کنن برای رقابت با کشور شوروی و سوسیالیسم و کمونیست اینها ناچار شدن از زمانی که شوروی از هم پاشید آقای سوگی هر کست غیر از این فکر میکنه من حاضرم ساعتها باش بحث کنم پول برنامهشم خودم میدم پول برنامه رو خودم میدم بیاد تو برنامه با همیشه صحبت میکنیم آقا از وقتی که شوروی به هم ریخت مسائل سوسیالیسم در کشورهای اروپایی روز به روز تمتر شد تا امروز که خودشون دیگه به هم نقمق میکنن که آقا یعنی شما بریم کار کنیم بدیم مفکرا بخورن آقا مفکرا چیه یه موش هستن مریضن یه موش هستن حلیلن یه موش هستن که رفتن در این کار صدمه خوردن دیگه نمیتونن کار کنن سوسیالیست فقط این نیست که به آرام بیکار حقوق بره هزاران خاصیت داره بیمار داریم هزار جون نوع گرفتاری تو اجتماع ما داریم سوسیالیسم به خاطر اونها به وجود اومد کمونیسم حد که بود گذشت دیگه بحث من راجبش دوست نرم بکنم ولی از زمانی که شوروی کمونیستی به اصطلاح منهدم شد و از هم پاشید این کمک های سوسیالی
روز به روز کمتر و کمتر و کمتر و کمتر و کمتر شد تا امروز و دیگه فکر کنم تا چند سال دیگه ذره کمک به مردم تو این کشورها نشه. اینها همه برای رقابت بود. الان هم آقای سوری دولت جمهوری اسلامی بعد آقای اون شارلاتان اسمش چیه؟ همایون. آقای همایون میگه که چرا جمهوری اسلامی کمک به حزب الله لبنان میکنه، به سوریه میکنه، به کجا کجا کجا. آقا آمریکا با اون همه قدرتش برای اینکه بتونه بزنه چه سر ما در حساب زمه چقدر به اسرائیل میده. تو الان آقای همایون توی آمریکا داری زندگی میکنی مدیت بید مدک برو اونجا یخه دولت آمریکا رو بگی بگو چرا پول ما رو از ما میگید به اسرائیل. اسرائیل نیازمنده، اسرائیل خودشون همه ثروتمندن یهودی ها. ایشاده که یهودی های اصیل و یهودی های درست ثروتمند هم بشن، ولی لعنت بر پدر و مادر اون صهیونیسم و هر چه جوریه که دستیاران صهیونیسم هستن. این جوری هم هر جا میری تو فیسبوک میری اون آقای میزنه میلیاردر خواهش بر سرت کنن هر چه کو بیشور اون اسم تو نیست که گذاشتی توی فیسبوک متقلب، نه عکست نه اسمت. بعدم به دیگر اسمت چیه؟ آبا واقعا میگه پیام. اون یکی میپرسه ازش میگه اسمت چیه؟ میگه نمان فلان. اینا همه با اسامی تقدری جمهوری هستن، کسافت هایی هستن. آقای سوری این آقای پیام یا میادر این روزانه 14-15 ساعت در فیسبوک و رسانه هایی که داره پرسه میدونه نه کجا گیر میاره میخوره. این چجوری روزگار خودشون این سر میاره و همسال این بهاشا ما میگیم ما جمهوری اسلامی هم ما رضا پهلوی هم سلطنت طلب هم. نه آقا اینها همه جورن و برای اختلاف افتنی بین ایرانیان خارج از کشور همه میان هر کاری هر ایرانی میخواد بکنه اینا میان به هم میزنن با فحاشی و با ناراحت کردن دیگران معلوم این ها رو به جونم. آقا همه آقای افتخاری و اون یکی اسمش بود یادم برد و اون آقای فرهاد پارسی پشت سر این ها آقای مهرداد مهرپوره فکر کنم شما اسمش هم نشیدی آقای مهرداد نه مهرداد مهرپور فرماندهی اینا رو داره اونه که تنظیم میکنه همین کارشون. آقای مهرداد مهرپور اگر صدای منو میشنوی 4-5 سال پیش توی تلویزیون من اومدی صحبت کردی صدا تو ضبط کردم از طریق اسکایپ و تو و اون خانومه که هجاهاش بود کله پرداش بود میدویدیم و دنبال رضا پهلوی اونو تو اومدید خواهش کردید که من صداتون رو پاک کنم اگر من مدارکتون توی اون صدا بود. این هم آقای نبود که یه دانشگاهی واز کرده بود دانشگاه نمیدونم چی این آقای مهداد مهبوب نمیدونم اینا اینقدر اسمای قلابی دارن که واقعا کسی نمیشناسدشون در صورت یادم نمیاد. بله بفرمایید. بله این آقای مهداد مهبوب پشت پرده همون آقایونه که میشناسید فرهاد پارسی و افتخاری و اون یکی اسمشو یادم میرسید اگر اینقدر که اهمیت برای من به حضور شما از شاید که اینجور افراد هستن که دارن ایرانی های مقیم خارج رو به جون هم میندازن. من با اطمینان کامل به شما عرض میکنم جمهوری اسلامی نیست، طرفداران رضا پهلوی نیستن، اون شاه‌اللهی‌ها نیستن، حزب‌اللهی‌ها نیستن. اینا با اسامی قدرتی میان خودشون رو معرفی میکنن وانمود میکنن طرفدار رضا پهلوی هستن، وانمود میکنن که طرفدار حزب‌الله هستن و از این صحبت ها. آقای سوری اینها نمیگذارن که هیچ کاری ما انجام بدیم. میگم یک طرح رو ما اومدیم انجام بدیم، اول آقای احمدی نصر احمدی پیدا شد، من کوتاه اومدم گفتم که بذار ببینیم شاید مال اون بهتر باشه، بعد دادم نه آقای نیست. بعد حالا دوباره هفته سومه چهارمه که من اومدم صحبت کردم هنوز طرح رو معرفی نکردم، هنوز گفتم از اول برج این کارا میکنم. بعد فاصله طرح حکومت ملی مفتزه کسافتی رو اومدن ارائه میکنن سر مردم رو گرم کنن بکشن به اون سو و یک مش مردم
بدبخت مستعطر ساده نگر ساده اندیش که راه به جای ندارن، میان پول به اینا میدن. این هایی که پول به این گونه افراد شالاتان میدن، اینها دارن خیانت به کشور میکنن، ولی خودشون بیچاره نمیدونن، مطلع نیستن. حالا آقای همایون، آقای شالاتان همایون، اگر راست میگی من همونطوری که تو میگی من اینجا نشستم بیا بیشیم بغل دستم، منم در تلویزیون مردم نشستم، بیا بیشیم بغل دستم، من جواب منو بگی، تا چنون بی آبرو کنم، تا چنون افشاد کنم بین مردم که خودت هست کنی. هر روز یه روز طرفدار مجاهدینی، یه روز طرف رضا پهلوی، یه روز دفاع از اسرائیل میکنی، یه روز دفاع از اون یکی اونی که از هر کنون چقدر پول میگیری، چقدر پول میگیری که اینطور میای مردم رو سرگردون کنی. از اون گذشته اون گروه ما هستیمه، تنها کاری که کرد یه مش مردم رو فرستاد جلوی گلوله و توی ایران، فرستاد جلوی گلوله، فرستاد به زندان که بهشون تجاوز بشه، فرستاد زندان که شکنجه بشن و اینا. چه کاری برای این مردم که در این چند نیست جز چالاقنگیری؟ هیچ چیز ما حتی نهیدیم. نه من یه نفر اومد جو بهش کفت شارلتان به من فاصله قدید کرد، آها میخواستی بهش بگی آها چرا میگی شارلتان؟ من چه کردم که میگی شارلتان؟ تا حیثیت رو ببره اونجا. 20 بار زنگ زدم تلفنشون جواب نمیده. آقای تو تلفن آقای همایون جواب نداد. اینا هم که چند تا زنگ میزنن، من فکر کنم از مخالف و موافق اکثرشون مال خودشونن، از این اتاق به اون اتاق. اینها فقط دارن با حق بازی زندگی میکنن و زندگیشون هم بد نیست. و آقای سوربی میاد هر کی میاد حرف بزنه، تا یه حرف نابجا بزنه آقای سوربی بهش میگه، همه قهر میکنن میذارن میرن. ما تازه دعوتش میکنیم بیا آقای سوربی چی داری میگی؟ باشید با آقای سوربی بحث کنید. چرا فرار میکنید از بحث؟ اون وقت میگم ما با کسی که با جمهوری اسلامی سر و کار داره ما صحبت نمی کنیم. محل اسلامی تو با جمهوری اسلامی طرف هستی. اگر با جمهوری طرفدار جمهوری اسلامی حرف نمی زنی، با خود جمهوری اسلامی حرف نمی زنی، پس می خواهی با همه صحبت کنی؟ برو خونه تو، برو خونه همه با همه صحبت کن. ما طرفمون طرف حساب اون جمهوری اسلامی. همین الان من برای جمهوری اسلامی میگم بدون هیچ ترس و واهمه حاضرم فردا سبا اگه احضارم کنن فردا سبا رو بفرستم برم ایران. آقای جمهوری اسلامی هیچ حکومتی تا ابد برقرار نبوده، تو هم برقرار نخواهی بود. یه روز تو هم میگیرم پرست میکنم بیرون. حواستو جمع کن، کاری بکن که مردم بخوانده تو. از اون گذشته تو حق نداری به همه ملت ایران مسیحی و مسلمون و سنی و کی و کی و کی حکومت بکنی. تو میتونی در ایران باشی و من مصرم در طرحم اصرار دارم که جمهوری اسلامی باشه و بر طرفداران خودش حکومت بکنه، تا اینکه اگر منزبی شد مردم برش کردن رفتن توی گروه دیگه منزبی بشه و تموم بشه. اگرم خوب کار کرد به درد مردم رسید مطابقات شروع داد، خیلی خوب مردم از گروه های دیگه از تشکل های دیگه رها میکنن میان سراغ شما آقای جمهوری اسلامی. اگر حرف درسته چرا باید از این حرف بترسی؟ الحمدلله صاحب من نشیدم بترسی، حتی از اطلاعات سپاه سال پیش با من تماس گرفتن در هلند، برگشت گفت ما فکر میکنیم منصفتر از همه این ایرانیایی که در خارج از کشور هستن تو هستی. 100% اونهای دیگه هم میگم. بعد یک سخنی هم دارم با افرادی که با به اسلام فحاشی میکنن، به دین و مقدس. آقایون وقتی شما به دین و عقاید مردم فحاشی میکنید، اونها مصرتر و جنشتر میکستن به جمهوری اسلامی و شماها رو فوش میدن و پشیدی براتون ارزش قائل نمیشن. فوش ندید به اعتقادات مردم، مخالفت نکنید. آقا بذار اون مسلم، من آقا من شخص من فرض کنید که واهی پرستم، فرض کنید خرافه پرستم، شما نباشید آقا، شما نباشید. البته با این توضیح
که جمهوری اسلامی حق این رو نداره که اگر کسی عقیده دیگه جاش داره بخواد بکشتش، یا اینکه میخواد مسلمون نباشه اخبره بکشتش، یا اینکه اگر فرض بفرمایی که در امور سیاسی دخالتی میکنه، دلیلش اینی که مالک کشور، آقا هر نفر ایرانی مالک کل سرزمین ایرانه، میلیمتر به میلیمتر. حالا این مرک مشاهه، این مرک موقوف است، از پدر در پدر در پدر در پدر جای دوهاواد ما به ما رسیده و ما موظفیم که توی این زندگی بکنیم، آبادش کنیم و اون رو تحویل آیندگان بدیم. تازه همونطوری که بارها گفتم، تازه مال ما هم نیست، آیندگان هم سهم دارن. رفراندوم مفراندوم یعنی باطل، یعنی دوپومین کلاه برداری سیاسی. آقا تو حق نداری رفراندوم کنی، این آیندگان هم در مورد کشور حق دارن. پس اجازه بدید خود مردم این زمینه انتخاب رو داشته باشند و انتخاب بکنند و هر روز که دیدن مصطفی زاده بره برن پدوی آقای شلطان همایون، اگر دیدن اون هم بره برن سراغ آقای رضا پهلوی، اگه دیدن بره برن سراغ آقای رجبی، اگه آقای رجبی بره. به این ترتیب ظرف 5 سال یک قهربار اونجا در دست ملت خواهد بود. نخاله ها را از قیده ها جدا میکنن و میریزن دور. از اون گذشته آقای صوفی، کشور مال مردمه، مردم حکومت مال مردمه، هر کس که میاد در رأس هر کاری قرار میگیره باید مستخدم قراردادی مردم باشه. به چه طور از قراردادی؟ قرارداد به این شکل که اگر اون مصدی امر کوچکترین تخطی از قانون یا از آنچه که خودش اعلام کرده در اون اساسنامش بلا فاصله برکنار میشه، و اگر هم برکنار نشه خود مردم انسان هم میفهمن این تخطی کرده و بهش میگن. اگر خودش رو اصلاح کرد، کرد نکرد رهاش میکنن میرن تو گروه دیگه. بعد از چند سال که همه برش کردن رفتم جاییه، این منحل خواهد شد. هیچ کس هم در طرح خود جرانی هیچ مقامی حق انحلال هیچ تشکری نداره، هیچ مقامی حق نداره بگه که چرا اینها مجبز نداره، بدون مجبز شروع بکر کردن. آقا من حقی دارم میخوام بزنم، شروع میکنم و میرم جلو. بعد خود معلوم هم که یا به من میفیدندن یا نمیفیدندن. اگر پیرستن و من بین اون کسانی که به پیرستن متخصصی در زمینه های مختلف داشتم، راه پیدا میکنم به شورای مشترک تشکلها در قانون نویسی، در اجرای قانون، در همه کار دخالت خواهم داشت. پس مردم بشنوید، دولت کشور مال شماست، شما میتونید این دولت ها رو بذارید کنار و خودتون حاکم باشید و اونها استخدام شما. به همین صورت که از اول بود براتون توضیح خواهم داد در طرح خودگردانی ملی. این طرح هم اختراعی نیست، یک کلمه مزخرف درش نیست، طرحی هم هست موقت. این طرح با تمام قوانینی که درش هست تا تشکیل شورای مشترک تشکل ها اعتبار داره. برای چی؟ برای اینکه تعدادی تشکل منظم و با اساسنامه در خارج از کشور به راه بیندازن و اینها دامنه کارشون رو به ایران برسونن. نجز این، هیچ چیز جز این نیست. وقتی که این تشکل ها راه به ایران پیدا کردن و بسیار ساده پیدا کردن راهی، چون آقای صوفی این چیزی بوده که من نمیخواستم بگم، هر ماها از زیر بطه به عمل نیمدیم. وقتی که این تشکل ها منظم و مرتب شد کردن، از اون کسانی که بهشون میزدندن میخوان آقا با فامیل در ایران با نامه با تلفن با اسکایپ با چه با اینترنت تماس بگیر و بهشون بگو این طرح رو به شما دی کن. کم کم همه میفهمن و همه روشن میشن
و دولت هم هیچ کاری در مقابل اون بر خود دولت رو که ما قصد براندازی نداریم، ولی سران این جمهوری اسلامی که با این طرف مخالفت کنن اصلا اولا مسلمان نیستن، دومن مردم خودشون خیلی قشنگ از همون داخل سپاه و داخل اطلاع سپاه و اینا میان میبینن منافعشون رو اینا گذاشتن سپاه میگیرن برکنارشون میکنن، من میکشنشون نکاری بودشون از اون کار برکنارشون میکنن، اون هم با مجوز اون دادگاهی که در آینده رو برقرار خواهد شد، بعدها محاکمه هم خواهند شد. آقای سوزی من فکر کنم که وقتم دیگه تمومه یا وقت دارم. بسیار ممنون، شما وقت دارید هنوز 5-4 دقیقه دیگه وقت دارید. شما صحبتی دارید در این موارد بسازید؟ نه من گوش دادم و شما چند بار اعلام کردید، حتی اینجا دعوت از شهرام همایل هم کردید، اگر دوستان دیگه هم مایل هستند که با شما صحبتی داشته باشن یا به قول معروف مناظره‌ای داشته باشن لطف کنن با همین ایمیلی که از اول برنامه تا حالا زیر ایمیل زیر اسم شما میاد به اصطلاح زیر فیسبوک نوشتم تماس بگیرن، zia1942@gmail.com. بسیار آسونه و آقای مصطفی زاده خوب هم با فارسی هم با فینگلیش براتون پاسخ می‌نویسن و مشکلی نخواهد بود. من باید با به قول معروف گفتنی ها کم نیست، باید صحبت کرد و طرح‌های مختلف رو دید و هر کی دوست داره یه چیز قشنگی شما میگید، یکی تویوتا دوست داره میره تویوتا سوار میشه، یکی بعد میخواد ماشین آمریکایی بخره آمریکایی میخره، دوباره بعدش میاد برمیگرده اونجا، شما میگید این حزب و احزاب و گروه‌های سیاسی باید اینجوری باشن و هر کسی بتونه با آزادی وارد بشه، هر کسی بتونه با آزادی خارج بشه. اونم در هر لحظه که تصمیم بگیره میتونه از این تشکل رها کنه بره عضو تشکل دیگه بشه، اینجا عضویتش رو همون تشکلی که میره اون تشکل جدید عضویت قبلیش رو باطل میخواهد کرد و این شخص. جناب سوری جان بسیار متشکرم از شما از وقتی که در اختیار معلوم میذارید که بتونن حرفشون رو بزنن. باز هم میگم تنها تلویزیونی که آزادی بیان درش دیده میشه تلویزیون شماست و امیدوارم که بعد از این هم به همین صورت باقی بمونه. از اول بوش هم من در خدمت شما خواهم بود و از اول بوش فقط در رابطه با ته صحبت میکنم، اگر هم که برنامه هم دو قسمت بشه به خاطر آقای عبدالله دوشنبه و جمعه باشه یک ساعت حتما در رابطه با ترس صحبت میکنم، یک ساعت دیگه هم ممکنه در پاسخگوی مردم باشم از طریق تلفن. بسیار ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. من هم از شما بی نهایت سپاسگزارم با حرکت آزارهای تلفنی که انجام شد، شما صبوری رو خرج دادید، ممنون. شبتون خوش و شب بینندگان محترمتون هم خوش. مرسی، اوقات به شما خوش. خدا حافظ. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز با آقای ضیا مصطفی زاده بودیم، ایشون از هلند تماس میگیرن، اگه مایل بودید با ایشون تماس بگیرید ضیا 1942@gmail.com. من زیر فیسبوک آدرس تمام برنامه های ایشون رو که توی یوتیوب بوده گذاشتم که شما برید تماشا کنید، حتی در رابطه با برنامه های گذشته و صحبت هایی که ایشون کرد اگر نظری دارید با خودشون مستقیما تماس بگیرید و اگر توی فیسبوک چیزی نوشتید، اگر آقای مصطفی زاده از طریق خودش یا دوستش آمد توی فیسبوک پاسخ داد فبها، اگر نداد خب شما نظرتون رو نوشتید ایشون هم نیست یا نخواسته نظر بده، من دیگه این وسط نظرها رو برای همدیگه نمیفرستم. دوستان عزیز در ساعت 4 بعد از ظهر وقت واشنگتن و نیویورک شرق آمریکا میریم سراغ آقای حسن ارشاد، برنامه شماره 113 ایشون رو میبینیم که در رابطه با بهائی و بهائیت صحبت میکنه. ضمناً فردا شب حتما یادتون باشه کنسرت آقای ندیمی و دوستانشون در سالن
این به اصطلاح کالج محلی نووا، نوردن کامیونیتی کالج، و اگر پرسشی دارید در این رابطه با اون شماره‌ای که روی پوسترشون هست تماس بگیرید. من فردا هم سعی میکنم روی فیسبوک مردم بذارم. شما هم اگر برنامه بخواید یا اگر بخواید از سرویس ما استفاده کنید با هزینه خیلی کم، همیشه گفتم تلویزیون مردم یک ماشینه، بنده رانندش، هر دو مجانی، بی انصافا شما پول بنزین و سوختش رو پرداخت کنید. روز و روزگار بر شما خوش. این ویدیو هم تا دقایق دیگر روی یوتیوب قرار داده میشه و به صورت بازپخش هم از تلویزیون مردم پخش میشه، یا تا دوشنبه، شاید برنامه آقای مصطفی زاده رو تا جمعه هم بازپخش کنم. مرسی که با ما بودید.